بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 27 فوریه 2019 میلادی، برابر است با 8 اسفند ماه 1397. یادتون باشه که فوریه، ماه فوریه 28 روز بیشتر نیست و فردا باید قسط خونه، اجاره، قسط ماشین، هر چیزی که باید آخر ماه بپردازید فراموش نکنید. براتون یه چیز جالب بگم، من از روز اولی که اومدم آمریکا سعی کردم از کریدیت کارت ها پول قرض نکنم، بهشون بدهکار نباشم، مگر اینکه دیگه خیلی مجبور باشم. و همیشه سعی میکنیم وقتی که قبضش میاد پول رو پرداخت کنیم. به دلیل اینکه جامون عوض شد و آمدیم اینجا و با وجودی که به پست آفیس، اداره پست خبر دادیم که ما آدرسمون عوض شده، این ماه نامه از کریدیت کارتمون از این کپیتال وان نرسید و آدم یادش میره دیگه، چند تا از بس کریدیت کارت مختلف بده کاریم، تا اینکه روز 23 3-4 روز قبل یه دفعه ایمیل ما گفت دینگ، گفتیم دانگ، بگو ببینیم، گفت که شما چرا پول ندادی، عقب افتادی. گفتیم خب اشتباه کردیم، کاغذ نرسیده. همین الان رفتم همون موقع پرداخت کردم، نوشته بود شما قسط باید 20 بیاد، امروز 23. حالا گوش کنید ببینید اینا چه زنجیری درست کردن برای این ملت بیچاره و مردم را اسیر، گرفتار، بدهکار. شنیدید میگن که یه قولی در یک شهری بوده، قدیما که ما هخامنشی بودیم انقدر آدم های خوبی بودیم که قولا هم با همون زندگی میکردن. میگن یه قولی در یه شهری بوده و این کارش این بوده که میرفته درخت های شکسته و چوب و اینا رو به صورت هیزم جمع میکرده، میآورده به مردم شهر میفروخته. ولی از بس گنده بوده و قوی بوده، وقتی میومده عصر این هیزم ها رو میریخته زمین، تمام شهر تکون میخورده و همه میگفتن بابا این دیگه چه وضع کار کردنه، یواش. دیدید مثلا بچه‌تون میخواد بشقابو بذاره رو میز، همچی میزنه رو میز که شما میگه الان این میشکنه، صد تیکه میشه، یا شما 2 متر میپری بالا. این قوله هم مثل بچهای خودمون بوده، این هیزما رو همچی میریزه رو زمین، مردم شهر میگن چیکار کنیم، ما از که میریم خونه میخوایم استراحت کنیم، این میاد هیزما رو تو میدون شهر میریزه زمین و همه رو اذیت میکنه. یه نفر میگه که این به هیچ کس بدهکار نیست، از هیچ کس حساب نمیبره، بهترین کار اینه که شما توی یه برنامه، یه معامله این رو بدهکار کنی. وقتی بدهکارش کنی از ترس اینکه طلبکار نبینتش بهش نگه بدهی تو بده، یواش این هیزما رو میذاره زمین، قایم میشه. همین کار کردن، یک معامله کردند و آقا قول بدهکار شد. از فردا دیدن سر صدای از هیزم و چوب ریختن و چوب شکستن و اینا نمیاد. رفتن نگاه کردن، دیدن این یواش میاد اینا رو میذاره زمین، میره خونه که طلبکاران نریزن دور برش. و اما آقای کپیتال وان، ما 600-700 دلار بدهکار بودیم، پرداخت کردیم و برامونم نوشت رسید و فردا صبح دیدیم نوشت که 25 دلار جریمه دیر پرداخت کردن. گفتیم خب زنگ میزنیم بهشون، میگیم شما نگاه کنید ببینید ما همیشه سر موقع دادیم، الانم این سر آدرس عوض شدن اینجوری شده. و وقتی که فرداش خواستم زنگ بزنم به اینها، دیدم که 25 دلار هم به هم جایزه دادن. جایزه شون چیه؟ یادتونه میگه این کریدیت کارتو بگیر، هر وقت بنزین میزنی ما بهت 1 دلار میدیم، هر وقت خوراک میخوری 2 دلار میدیم، هر وقت نمیدونم لباس بخری 3 دلار میدیم، از این ماجراهایی که شما را هی این یکی از اون میدوزه، اون یکی از اون میدوزه. و خلاصه بعضی هاشون هم به شما مایلاج میدن، پوینت میدن، که حالا باید دیگه پوینت نگه داری، مایلاج نگه داری. ما گفتیم همون پولو بدید، کمم بدید. 25 دلار خودشون نوشتن جایزه، ریوارد، پوینت فلان به هم رده. قبلا نوشته که اگر نمیخوای همه پول رو پرداخت کنی، مینیمم 25 دلار باید بدی.
خب تو اگه این 25 دلار رو ریختی به حساب من، چرا دیگه اومدی 25 دلار من رو جریمه کردی؟ بعدم از همون موقع بلا فاصله برای این یه روز 7 دلار خورده اینترست یا نزول گرفته. امروز زنگ زدم، آقای خیلی آدم نایسی بود، گفت بله شما مشتری خوب ما هستی. مشتری خوب ما هستی میدونی یعنی چی؟ یعنی خیلی با ما با این خرید میکنی، ما به اصطلاح همین دیگه، یعنی خوب پول خرج میکنی. گفتیم خب حالا مشتری خوب هستیم چیکار میتونی بکنی؟ گفت همین الان بهت اون 25 دلار میدم و اینا، یادتون باشه این کریدیت کارتان رو اینا گهگاهی نگاه کنید، اگه یک اشکالی چیزی هست شما بعضیاش 30 روز بعضیاش 60 روز وقت دارین اعتراض کنید. اگر اون زمان گذشت، شامل زمان شد، دیگه ترتیب اثر نمیدن. خلاصه ما زنگ زدیم، قرار شد هم اون فی یا هزینه رو بهمون بده هم اینترست رو بده، و نشستیم ببینیم حالا این حساب جدید که ماه مارس میاد یا مارچ میاد چه خبر. اجازه بدید من از دوستی که لطف کرده و قبل از این که ماه مارس برسه، با وجودی که این فوریه 28 روزه و کوتاه هست، ایشون لطف کرد دیشب 50 دلار به تلویزیون مردم ارسال کرد، حمایت کرد. منم از ایشون تشکر میکنم، ممنونم. باور کنید من بارها گفتم این 50 دلار، 100 دلار، 10 دلار، 20 دلار نه من رو پادشاه میکنه، نه اگر نداشته باشم گدا میشم، ولی یه دلخوشی به من میده که میگه آقا یه نفر براش مهمه. شما برای این آقا مایی 100 دلار ارزش داری، برای این آقا مایی 10 دلار ارزش داری، برای این آقا مایی 50 دلار ارزش داری. اگه یه روزی آدم برسه به یه جایی که برای هیچ کس ارزش نداشته باشه، دیگه وایسادنش هم بی خوده، هم وقت اونا رو از بین برده هم وقت خودش. اون دوستی هم که لطف کرده بود پیام فرستاده بود، گفته بود ولی نمیخوام پیام پخش بشه، باز امروز لطف کرد و پیام گذاشت و گفت که به اصطلاح آدرس اینجور و اونجور رو، و راجع به فیسبوک یا وبسایت خانم جیلانی هم پرسیده بود ایشون. من گفتم این روزا اونایی هم که تازه وبسایت دارن خیلی ازش استفاده نمیکنن به دلیل راحتی فیسبوک. ایشون گفت که من چون تصمیم ندارم در کاری چیزی شرکت کنم، به همین دلیل فیسبوک هم را ننداختم. من به نظرم میاد که مخصوصا حالا که شما گفتی که همچین مسنم نیستی، شما این فیسبوک رو باز کن، ولی قبل از اینکه باز کنی اتفاق خیلی قشنگ گفته، من اگه بیام عکسمو میذارم، نمیدونم نمرات کلاسمو میذارم، عقایدم رو میذارم. آفرین. اینه آقا، این روزا که همه از همه چیز آدم خبر دارن، اونایی که میاد نمیدونم عکس شیر و پلنگ و خر و گاو و الاغ میذاره خیلی خود سانسوری میکنن، ولی آقا همه که شما رو میشناسن، شما خودتو پشت یه عکس قایم میکنی خودتو نشناسی، نمیدونم چی. خب منم به یکایک که دوستان سلام میکنم، بهشون خوش آمد میگم. و این پیراهن که ما هم نفهمیدیم بالاخره پولیور چیه، بلوز چیه، یکی دیگه چیه تو ایرانی بهش میگیم، خلاصه اینجا سویدر هم میگن، یعنی عرق میکنی گرمت میشه. این چند مدت پیش، فکر کنم 2 سال پیش، آقای خسرو بهرامی از نیویورک لطف کرد 4-5 ساعت رانندگی کرد و بعد اینجا 4-5 ساعت هم برگشت، و یه سری خودکار و یه سری زیر پیرنی و تیشرت به اصطلاح و چند تا هم از اینا آورد. و اینجا اگه نگاه کنید، اینجا واسه میدم اینجا، بله نوشته تریپل ای ماربل دیپو LLC. و خیلی جالبه، همون موقع ما یه ماشینی داشتیم میخواستیم بفروشیم، یه آقایی گفت من این ماشین رو میخوام بخرم بفرستم برای برادرم توی هیتی و اون اینو بذاره برای انجام کارهای خیر، و چقدر میتونی به ما تخفیف بدی؟ گفتیم بفرم اینقدر، مثلا گفتیم 3000 تا، گفتیم 2600 تا. اونم خیلی خوشحال، و وقتی هم خواست بره از فیلادلفیا اومده بود اینجا. اولی که صبح دیدمش گفتم تو سردت نیست؟ گفت نه ما فیلادلفیا زندگی میکنیم هوا سرده. وقتی وایساد و اینا گفت ولی امروز خیلی سرد شده و اینها، گفتیم که خب وایس، یه دوستی ما داریم نیویورک،
این پیرنا و اینا رو داده، شما اینا رو بردار ببر ازش استفاده کن، هر چی هم نخواستی بفرست برای دوستات، بده به دوستات، همکارات و اینها. در صورت اینم آقا بپوش بیخیا. ما نمیگی چی کار داری به اسمش که این پولووره یا بلوزه یا سویدره، اگه احتیاج داری سردت هست بپوش. ما گفتیم باش، امروز چون مهمونی در برنامه نداریم لازم نیست چوسان فیسان کنیم. این میدونی چوسانی فیسانی میگن یه چیز روسیه، کت شلوار کراوات بزنیم. گفتیم اینجوری میایم توی آمریکا جمعه ها روز کژواله، ما چهارشنبه ها رو. ببین خودش قطع شد رفت، من نمیفهمم. این فیسبوک خودش برنامه رو قطع کرد، دوباره ما وصل میکنیم. اجازه بدید، بله چیزی عقب نیفتادید، خود این فیسبوک قطع کرد، ما حالا آمدیم و دوباره وصل کردیم. گفت که هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به من به وقت ورود. گر شود امانتت مفقود، گفت که گر نسپاری و امانتت شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. اینو سر گرمابه، ما هیچ وقت نمیگفتیم گرمابه، با وجودی که نوشته بود گرمابه نقشک، گرمابه فلان، میگفتیم حمام. تو شیراز هم که قشنگ میگفتیم حموم، خلاصه تو حمومای عمومی نوشته بود، بعد میگفت که امانتتون رو بسپارید. چرا اصلا من یادم افتاد به این شعر واقعا نمیدونم، و این قدرت مغز میرسونه که یه دفعه از آمریکا از این ور اقیانوس شما یه دفعه میری ایران، میری شیراز، میری آسونه، میری نمیدونم حموم گودی، حموم گودی اسمش بود. بله خب بذارید ما اینو just now این رو هم دوباره شیر کنیم. یه روزم که دوستان شیر میکنن این برای ما قطع میکنه، شیر تو پیج. نه بابا من میگم شیر تو پیج میپره. ای دوستان راستی هیچ وقت شده ماوس شما، این موشواره شما هی اینجوری اینجوری کنه؟ اینجا میگن فلیکر شیک، و شما میخوای رو این فشار بدی خودش میپره رو این رو اون، شده یا نشده؟ برای اونایی که شده، اگر ماوستون وایرلس بدون سیم و این اتفاق افتاد، اینا میدونه قبلا یه چرخ اینجاش بود، یه گلوله‌ای بود میچرخید و اینها، بعد شد لیزر و این نور لیزر میزنه، بعضی وقتا اون چیزی که گذاشتید زیرش مثلا رو شیشه کار نمیکنه. امروز رفتم خوندم چرا این اینجوری فلیکر میکنه، چشم میزنه یا میپره اینور، گفته بود که بعضی وقتا از بس میکشینش رو این چیزها، پودی خورده، کاغذی، چای آوردی با بیسکوت خوردی، بیسکوت یه چیزی ریخته، گفت که این چیزایی که باش عینک تمیز میکنید اینجوری قشنگ به چرخونیدش، و اینجایی که روشنه اینجوری تمیزش کنید، یه جوری هم با یه چیزی که خط نیفته، یا اینایی که گوش پاک کنه اگه میره داخلش پاکش کنید. اینو اگه پاک کنید اون اشکال برطرف میشه. ما کردیم و شد. خب ببینیم که حالا مردم تیوی هم هستید، اگر هم نیستید مهم نیست، بعداً میبینید. و اما الان که من با شما صحبت میکنم بذارید اصلا یک کم هم به این آقای مایکل کوهن یا کاهن، یا تو شیراز هم داشتیم کوهنیم و اینها، اتفاقا فامیلای ما هم بودن، یه سریشون هم بازار فرش فروشی اینها داشتن، و بشنوید که این وکیل سابق آقای ترامپ شارلاتان که 12 سال وکیل اون بوده و میگه من 10 سال از خانوادش به این نزدیکتر بودم، و وقتی که اینجا میگن فلانی دوستش رو انداخت زیر اتوبوس، فلانی شریکش رو انداخت زیر اتوبوس، معمولا اینایی که با هم دزدی میکنن، یه کار خطایی میکنن، رفتن یه آدمی کشتن، یه جایی با پلیس درگیر شدن، پلیس میاد میگه که ببین اون به ما گفت که تو این کار کردی،
حالا اگه تو میخوای به ما بگی اون این کار کرد، بگو. به دوتاشون کلک میزنه، یکیشون زودتر، اون یکیو میگن انداخت زیر اتوبوس. تو ایرانی ما الحمدلله از بس هخامنش هستیم از این کارا انجام نمیدیم. دیروز یه جایی بودم، یک کیسی بود، یک پرونده بود، و این آقای وکیل ایرانی میگفت ایرانی ها خیلی جالبه، اگر پلیس یا اف بی آی میاد میخواد یک گزارشی تهیه کنه، چیزایی هم که لازم نیست به اونا میگه. اگه میخواد مثلا بدی این همسایه رو بگه، بدی 4 تا همسایه دیگر هم میگه. گزارش این همسایه رو میخواد 4 تا دیگر هم. گفتم خب ماشاءالله از بس سخنور هستی. و اما ببرمتون مایکل کوهن رو ببینید و بشنوید که چی میگه. اول صداشو باز کنم، بعدن پلی رو کلیک کنم یا این دکمه رو فشار بدم. چند دقیقه گوش کنید. Deposited into your personal account or in some instances your wife's account. It was deposited into the joint checking account of my wife and I that's located at the base of the building that we reside in. And were those disclosed on your tax returns? They were not disclosed on my tax return. And in fact, when your accountant talked to you about those. خب حالا ماجرا رو بگم براتون چیه. این آقا کسی بود که میگفت من حاضرم برای ترامپ جلوی گلوله وایسم. یعنی اگه یکی میخواد سوء قصد کنه به ترامپ، یه بدبختی که حقش خورده شده، یه بدبختی که خسته شده از دروغای این، یا به هر دلیلی یک دیوونه است فلان اینها، این میگه من حاضرم بپرم جلو اون گلوله. ترامپ شارلاتان و خانوادهش چنان بلایی به سر این آوردن که این الان قرار 3 سال و نیم زندان بره و از دیروز، امروز و فردا این 3 روز داره اینجا شهادت میده. یکی دیروز در مجلس سنا، امروز در مجلسی که هم به اصطلاح سناتورها هستن هم نماینده مجلس، یا شاید فقط نماینده مجلس هستن، و به ترتیب قبل از اینکه برنامه شروع بشه ریپابلیکن ها مخصوصا لات و لوتاش و مفتخوراش و مثل شعبون بیمخا و اینها آمدن به رئیس مجلس، گفتن که نه رئیس مجلس، رئیس این کمیته، گفتن که این جلسه رو به تأخیر بندازید، این آدم دروغگوییه، ما مدارک به دستمون نرسیده. به هر دلیلی که گفتن، اون آقای کامینز فکر کنم باشه که خیلی با سابقه است و کسی که بغل دست مارتین لوتر کینگ بود، توی راهپیمایی ها بود، کتک ها خورده، توی فیلم هایی که شما میبینید سگ حمله میکنه به سیاه‌پوستا، این یکی از اوناست. توی فیلم هایی که آب میپاشن با ماشین رو سیاه‌پوستا، این یکی از اوناست. و آدم قوی هم هست، با وجود که الان 80 سالشه، ولی چون بوکسور بوده و اینها، آدم قوی هست. امروز رئیس این کمیته مخصوص رو به عهده داره و اون با استقامت و مقاومت گفت نخه، نمیشه، ایشون قراره حرف بزنه و حق مردمه که ببینن کسی که تو رئیس توی کاخ سفید نشسته کیه. این آقای ترامپ چیز کاهن، مایکل کاهن، که قبلا دروغ گفته در دادگاه، به دلیل همین دروغ گفتن به دادگاه به اف بی آی قرار زندان بره، آمده گفته که من که دارم میرم زندان، ولی میخوام به شما حقیقت رو بگم. حقیقت رو گوش کنید. میگه که دونالد ترامپ نژاد پرسته، دونالد ترامپ کلاهبرداره، متقلب، شارلاتانه، و اینو تهدید کرده که اگر بری شهادت بدی، حالا ببین چه به سر خانوادت میاد. که اولین چیزی که پرسید گفت که من از شماها میخوام اگه میتونید خانواده من رو به اصطلاح حفاظت کنید که این شارلاتان آسیبی نرسونه. یکی از اونها پرسید فکر میکنه که خودش این کار انجام بده؟ گفت نه، نگاه کنید، این کسیه که گفت من اگر تو خیابون پنجم فیفت اونیو نیویورک، خیابون خیلی معروفیه، اون نمایشگاه های پرید، اون رژه ها و اینا رو اونجا میذارن، فروشگاه های خیلی خوب و اینا هست اونجا. بعد گفت که ببینید، این کسیه که گفت من اگر اونجا یه نفر با تیر بزنم و این مردم کاری به من ندارن، چون من اینقدر به اصطلاح نفوذ دارم و حقیقتا یعنی اینقدر آدم احمق وجود داره که بگن خب حالا یه نفرم کشت، هنوز ما 330 میلیون داریم. دیدیم بعض وقتا این
گوینده مثلا اسرائیلی که توی رادیو تلویزیون های ایرانی بود گفت که حالا فکر کنید 10 میلیون ایرانی هم کشته بشه، هنوز 60 میلیون داریم بمانه. میگن که کسی نیست، یک شالاتن است، اغلب یهودی هستند، درود نگفتم، صفحه رفت و آمد و به هم خورد. مهم نیست آقا، درود بگی نگی مهم نیست، ما شما رو دوست داریم چه با درود چه بی درود، ولی اگه دروغ بگی دوستت نداریم. خلاصه این آقا قرار 7-8-9 ساعت هم امروز اینجا بشینه صحبت کنه و به ترتیب هر کدوم از این ریپابلیکن ها میان بستگی به درجه غیرت و شرفشون، هرچی غیرت و شرفشون زیادتر باشه کمتر اینو اذیت میکنن، بهش توهین میکنن. هرچی غیرت شرف وطن پرستیشون کمتر باشه و ترسشون از ترامپ بیشتر باشه، اینو که نشسته اونجا بیشتر اذیت میکنن. در صورت ببینیم چی میشه. این دوست ما که در خلیج فارس هست و برنامه گفتار عقل بشر رو لطف میکنه درست میکنه میفرسه، گفت که من دیگه میرم میخوابم، بعدن تو به من بگو که فکر میکنی این چی میشه. ببینید وقتی نگاه میکنی این ماجراها تو مجلس آمریکا، تو به اصطلاح قوه قضاییه و مقننه‌شون خیلی اتفاق افتاده. اون چیزی که من یادمه ماجرای نیکسونه که هنوز تا هنوز افرادش زنده هستن و میشه بگیم پرسر و صدا ترین استشهادهای مجلسی بوده و اینها، و همین ماجرا شبیه همین بوده. اون خب باعث شد که نیکسون بیاد استعفا کنه بره قبل از اینکه بگیرن بندازنش زندان. ولی برای دوره کلینتون اتفاق افتاد، جون سالم به در بود. برای جورج بوش اتفاق افتاد، جون سالم به در بود. دوره اوباما اتفاق افتاد، جون سالم به در بود. شاید بشه گفت که قانون آمریکا یه مقداری ضعیف شده در برابر افراد کرابت، افراد فاسد. به همین خاطره که امروز اگه نیکسون بیاد دوباره همین کارا رو انجام بده که سال 1970 چند بود اون کار رو انجام داده و مجبور به استعفا شد، امروز ممکنه مردم بگن بابا ولمون که ما اینقدر از این بدترش رو دیدیم که نگو و نپرس. در نتیجه معلوم نیست که این ترامپ شارلاتانی که همین الان که ما صحبت میکنیم در ویتنام هست، هی گفتید ترامپ نرفته ویتنام، نرفته جنگ، رفته کاغذ قلابی از دکتر گرفته فرار کرده. بفرمایید رفت ویتنام که دیگه شما دهنتون بسته بشه. کی رفت ویتنام؟ که حتما اونجا هم این دفعه چون خانمش نبردن لابد باز دوباره گلدن شاور باد براش را بندازن. اونایی که نمیدونن گلدن شاور چیه توی گوگل لطف کنید تایپ کنید گلدن شاور. و دوستی از فلوریدا، دکترم هست این دوست ما، گفت که آقا خیلی ممنون خانم نایر عزیز، گفت که چرا بشار اسد رفته دیدار ایرانی ها و چرا ایرانی ها به این دیکتاتور را دادن. گفتم آقا چرا دیکتاتور ما رفته دیدار دیکتاتور کره شمالی؟ چرا چپ و راست روسیه و نمیدونم ایران و اینها هی میرن میبینن همدیگره؟ دیکتاتور ها همدیگر رو دوست دارن، اصلا یه کلابی دارن، یه باشگاهی دارن، دوست دارن جز به این کلاب هیچ آدم دموکراتی نباشه، همه دیکتاتور، همه دزد، همه شارلاتان باشن. به همین دلیل رفته. این ماجرای بشار اسد که رفت ایران دلیل استعفای آقای ظریف شد. حالا اینای دیگه آقای نمیدونم جوانمردی و آقای نوریزاده و اینا هر مزخرفی میخوان بگن بذار بگن. خودت ظریف هم تازه گفت که من کاری به اینا ندارم، من فقط خواستم از این جایگاه، از این مقام وزارت امور خارجه دفاع کنم. آقا من وزیر امور خارجه هستم، آقا خامنه‌ای تو چی کاره هستی، آقا قاسمی تو چی کاره هستی، بعد روحانی دیوانه، اینا اگر این بشار اسد رو دعوت کردن تو بگو مگه این مملکت وزیر خارجه نداره؟ استعفا داد، حالا روحانی هم افتاده به ارتماس که نه من استعفای شما رو قبول نمی کنم. باید صبر کرد ببینید چی میشه. این آخرین خبری بود که من داشتم. نمیدونم به اصطلاح قبول شد استعفاش یا نه، ولی
گفته بود که شما ناراحت نشید، من استعفاتون رو قبول نمی کنم، یعنی از این بی احترامی که شده لابد میخواد یه جوری از دلش در بیاره. ممنونم از آقای خزایی، بالاخره لطف کرد ایشون عکس خودش رو روی فیسبوک گذاشت و این هم ایشون فرستاده لینک رو. وکیل سابق ترامپ گفت او از هک ایمیل های کلینتون خبر داشت. یادتونه هیس فریاد میزد راشا روسیه اگه میتونی این 30,000 ایمیل کلینتون رو به اصطلاح پیدا کن منتشر کن. این میگه اصلا خبر داشته، اونجا بودم. اون راجر استون زنگ زد بهش گفت که من الان روی تلفن بودم با آسانج هست مال ویکی لیک. اصلا اینا یه سری آدم های کثیف کثافت. میگفت I love ویکی لیک. خب مردک تو اگه you love ویکی لیک، اینی که آمد اسرار خیلی از دولت ها رو به اصطلاح آشکار کرد آزادش کن. چطور؟ اونجایی که میاد به نفع تو ایمیل ها رو منتشر میکنه که تو بتونی رئیس جمهور بشی، از همه مهمتر ایمیل ها رو روزی منتشر میکنه که همون روز صبح نوار این که این گفته بود من چون پول دارم هر جای خانم ها رو خواستم میگیرم، هر کسی رو خواستم میبوسم، هر کسی رو خواستم فلان میکنم، هیچ کم عین خیالش نیست. تا اون خبر آمد بیرون اینا میگن یه خبر داغتر میاد اونو میکشه. با اون خبر ایمیل ها این از بین برد و هرچی ازش پرسیدن گفت نه من خبر نداشتم، من تماس نداشتم. آقای مایکل کاهن میگه که ایشون خبر داشته، اونجا بود و از تلفن سیاهی که اسپیکر داره بلنگو داره من شنیدم. و اما این اسپیکر و بلنگو آقای کی اسمت بگو ببینیم، آقای اسماعیل وفا یغمایی. سالها پیش آقای فیلابی اون موقع که از ما کار مجانی میکشید برای این مجاهدین آمد و یه سری نوارای به من داد 1,000 دقیقه از تاریخ ایران. خب طبق معمول صبح جان اگه میتونی اینا رو درست کن دیجیتال کن، و که ما هم شروع کردیم یه مشتی وقت گذاشتیم اینا، بعد دیدیم خیلی میخواد، یه چند تا نوار مال زورخونه بود و اینها. داخل یکی از اینها آقای اسماعیل وفا یغمایی، شما خیانت کردی به جوانها، شما درست مثل مدعان دوره قاجار، مثل مدعان دوره شاهان قدیم اینا رو باد کردی، اینا فکر کردن آدمی هستن. ولی دلم برات میسوزه که به عنوان یه پدر با این نادانی خودت زن بچت اسیر مجاهدین شدی. خوشحالم که امروز خودت و پسرت آزاد شدین ولی زنت همچنان اسیره. این نوار رو ببینید، نوشته های عاشقانه های اندوه، غزل های نمیدونم میتونید بخونید ببینم اینجوری بیارش نزدیکتر، عاشقانه های اندوه غزل های اسماعیل وفا یغمایی امضا کرده 7 آذر 72، یعنی 7 سال پیش، پیشکش به پهلوان مسلم اسکندر فیلابی اسماعیل وفا یغمایی غزل های عاشقانه اندوه. ببینید چقدر یک شاعر ذلیل باشه، بدبخت باشه که بشینه برای یه آدم عقب افتادهی چون مسعود رجوی، یک زن هرزهی چون مریم قجر رجوی یا هرچی مزخرفی که اسمشه شعرها بگه و اینا رو ببره از دیگران بالاتر. دیروز یه برنامه دیدم باز روی چیز رضا زرابی بود و متاسفم برای رضا زرابی، بهش گفتم آقا اشکال تو اینه که اینا رو فکر میکنی آدمم، بهشون راه میدی 2 روز میان دوباره چیز میشه. اینا نشسته بودن میگفتن ما نباید فقط بگیم شاهزاده، وقتی فقط میگیم شاهزاده ایشون رو آوردیم در حد خودمون، ایشون خیلی از اجتماع بالاترن. گفتم ای خاک بر سرت، ای خاک بر سر پدر و مادری که تو احمق رو پس انداخت. پوفیوز همه مساویان. والا بلا من اگر یه شرکتی داشته باشم، یه بیزینسی داشته باشم، دست این مردک قماربازی که ریلایبل نیست، اصلا شما نمیتونی به این اعتماد کنی.
نمیدم دست این. دیروز دیدم یه ماشالله یه جوون برومندی از شیراز آمده، حالا شاید نخواد ما فامیلشو بگیم، آمده و در یک مغازه ایرانی کار میکنه و داره درسش هم میخونه، پس فردا لازمش دکتری چیزی اینها. و اینا من اگر شغلی داشته باشم به این میدم که 4 سال اینجا داره با مردم سر کله میزنه. میدونی شما توی سوپرمارکت ایرانی کار کنی، هی شکایتت نکنن، هی نق نزنن فلان، ساب مغازه به عنوان دزدی نکنتت بیرون و اینا، یعنی به قول شیرازی ها خیلی هنونوی کردی، هنر کردی و شق القمر کردی. این چیه؟ یه آدم تنبلی هی میره کازینو پولای باد آورده مردم ایران رو که باباش دزدیده آورده داده به این، این داره میده دست کازینوها. خجالت بکشی، هی میشینی تو این، یه مشتی سیگاری بنگی، یه مشتی معتاد، مشروبتون هم میذارین جلوتون، هی میشینید مزخرف میگی. دیدم این خانم نمیدونم چی بهدوغ که واقعا این خوشنودی قشنگ گفت، بی خود خانم فرهناز بی خود، همشهری ما هم هست متاسفانه، میگفت من از این فیسبوکی های مبارز نیستم. واسه میگم خب پس چه پخی هستی؟ خلاصه وضع خیلی خرابه دوستان. یعنی اینا رو خودتون بذارید جای آخونده، ببینید میشینن بریش من و شما میخندن، میگن یه مشتی آدمه، حالا جوانترینشون ماها هستیم، جوانترینش آقای زرابیه، خودشون رو علاف کردن با یه تلفن این دستشه، یه لپتاپ این دستشه، یه تبلت این دستشه، عکس اون حاجی خانم رو میذاره اون یکی، عکس این ننه قبر رو میذاره این یکی، هی اینو میاره جلو اون، اونو میاره جلو این. سو وات؟ که چی بشه؟ که چی بشه؟ این همه برنامه گذاشتید لایک، اونم با هم دعواشونه که من اینقدر لایک خوردم تو اینقدر لایک خوردی، کاش کوفت و زهر مار بخوری. نه رضا زهرابی ها پسر خوبیه، من مخصوصا چون مادرش میگن که جناب سوری صدا قطع وصل میشه، لطف کنید چیزای دیگه اگه رو اینترنت هست خاموش کنید، اگه با تلفن گوش میکنید یه بار اینترنتتون رو خاموش روشن کنید. تلفن ها یه جوری به اصطلاح ست شده، معمولا شما وقتی میای خونه از ستلایت و اینا استفاده نمی کنه، از همین مودم و راوتر خودتون استفاده می کنه. اینا رو هفته یک روز، مخصوصا من و شمایی که وبسایت های ایرانی نگاه می کنی، همه این وبسایت های ایرانی دستپخت برادران چینی و روسی هست، اینا بهش میگن کلادر، بافتنی، یادتونه وقتی مادر بزرگمون مادرمون میبافت این کرک بعضی وقتا گره میخورد، بعضی وقتا این بافتنی رو میذاشتن زمین نیم سال وای میسادن این گره ها رو باز میکردن. این گره خوردن این اینترنت سرعتش رو کم میکنه، من فکر میکنم از اون باشه، چون اگر صدا قطع وصل میشد دوستان هم شکایت میکردن، اگه 2 تا 3 نفر 4 نفر شکایت کنن میفهمیم اشکال از ما، از سیستم ما هست، ولی وقتی یه نفر شکایت میکنه احتمالا شما سیستمتون رو خاموش روشن کنید یا جایی که نشستید عوض کنید، از این موب برید رو اون موب بشینید، امیدوارم بهتر بشه. در صورت ممنون و متشکرم. این آقای سعید غلامی هم یکی از مردان نیک روزگاره، سالهاست ما میشناسیمش، سالها گفتیم آقا بیا اینجا صحبت کن، حرف بزن، کاراته یاد بده، رزم، این چیزای رزمی یاد بده، ولی در میره یه جوری. من از امروز اسمش رو میذارم آقای سعید کجا رفت؟ سعید غلامی، اسمش رو میذاریم کش مثل کش در میره. خب آقای رضا سنا میگه صدا عالی است، یعنی انقدر عالی است که برم خواننده بشم یا نه؟ اوکی، خیلی ممنون. تشکر از همشهری که هم برنامه رو تماشا میکنه، هم تماس میگیره، هم حمایت میکنه، هم من رو راهنمایی میکنه و هر وقت ما اشکالی داشتیم اشکالامون رو هم میگه. خیلی ممنون، با امید دیدارتون. خب گفتار عقل بشر رو ساعت 3 بعد از ظهر براتون پخش میکنم که تقریبا 24-25 دقیقه دیگه است. این امروز ما گفتیم اینایی که قول دادن بیان برنامه بذارن حالا یکی یکی میان، پدرام طنازی هم آمد. این آقای طنازی هم همشهری ما هست و هم قرار بود برنامه های بذاره
و رفت نمیدونم از یک کشوری رفت یک کشور دیگه و اینها، من والا همش یادم نمیاد. یه دفعه دوست دیگه هم داشتیم آمد یه مدتی با ما خوب بود و دشمن ما شد، بر رفت دوباره برگشت، میرن میان، ما کاری نداریم، ما اینجا وایسادیم. هر کسی که آمد میگیم خوش آمدی، هر کی رفت میگیم به امید دیدار. ازش هم نمیپرسیم چرا رفتی، کجا رفتی عزیزم، حالا که آمدی خوش آمدی. خب ببینم که آقا ما بیایم مهمان بشیم، بیا چی میخوای بگی مانی، بیا مهمان بشو. این اسم مانی، این مانی که سابقه درست حسابی نداره، این هم تو هپروت بوده، چرا اسم شما مانیه؟ یه کسی چیز گذاشته، پیام گذاشته، الهی به امید تو ما این پیام رو پخش کنیم ببینیم چی میگه. اگه فوش خوار مادره که خب میفرستیم برای خودش، اگر سلام علیکه ما هم سلام علیک میکنیم. بفرم ببینم چقدره. بعض وقتا از این تلفنای چیز هست، میخوان یه چیزی بفروشن. ببینم زمانش چقدره، چقدر طول میکشه تا این بیاد. 53 ثانیه. بفرمایید ببینیم چیه. اینا یه مشکی هستن، من بعض وقتا میگم بابا من عجب احمقی هستم، میام وقت خودم رو میذارم میشینم اینجا برای چی آخ؟ یه سری هستن از من احمقترم، از من تنهاترم، از من بدبخترم، از من بیچاره ترن. اینا کیان؟ تلفنی داره، حرفی هم داره بزنه، ولی جرأت نداره، شهامت نداره. یعنی در عرض شبان روز من 30 تا از اینا دارم که زنگ میزنه برنامه خود من اینجا میزنه. چند ثانیه وقت من طرف شد؟ چند ثانیه شد؟ 5 ثانیه شد؟ 10 ثانیه؟ خب آخه بدبخت، عقب افتاده، خدا زده، از این امکانات استفاده کن، نظرتو با دیگران شیر کن. اگر موافقی اصلا لازم هم نیست زنگ بزنی، حالا اگه زنگ هم زدی ما بفهمیم موافق. اگه مخالفی خیلی قشنگ بیا بگو آقا به این دلیل من مخالفم، این آقا رضا عقب افتاده، این فوتبالیست بوده، مانوک خدا بخشیان گزارش نده و همه بچه ها گفت بودن گل نزنی به این عقب تو افتاده ها، بابا درجهش کم میکنن ها، بذارید این گل بزنه. این اگر طرفدار رضا پلوی هست. اگه طرفدار مریم رجوی هستی و اون یکی عقب افتاده کیه، مسعود رجوی هستی، خب برو اول پیداش کن، باید از اول وجود داشته باشه تو بتونی طرفدارش باشی. نیست آقا. خب بذارید من این نوار این آقای اسماعیل وفا یغمایی رو بذارم، هیچ وقت وقت نکردم گوش بدم، ولی تو این جا به جا شدن و اینها یه سری نوارا رو بهتون گفتم، همه رو ریختم دور. یه دفعه اینو که دیدم گفتم اینو آقای فیلاوی داده بود یه زمانی، برنامه پهلوانان اجرا شده در رادیو، برنامه شماره 11 تا 20. خواستم هم وقت بذارم، گفتم والا چرا ما وقت بذاریم و کسی که نه پول میده. این روزا همه اینا رو اینترنت هست، منم حالا اینجا امکاناتی ندارم که بیام با یک کیفیت درست حسابی اینا رو ضبط کنم. در هر صورت چند تا از این نوارا مونده که اسمش هست 1000 دقیقه از تاریخ ایران، تدوین و اجرا همین اسماعیل وفا یغمایی. اگر کسی هست حالا یا طرفدار ایشونه یا مخالف ایشونه، 6 7 ببینم چند تا، 8 3 اینا رو نریزیم سطلاشقا، یک به اصطلاح 1000 دقیقه باز از تاریخ ایران سری دوم نوار اول. این خط منه، نشون میده که یه اتفاقی افتاده، من ضبطش کردم، من نوشتمش، نمیدونم. نوار اول سری دوم. آقا 20 تا نوار میخوان درست کنن، بلد نیستن از 1 تا 20 بنویسن. نوار اول سری دوم از گفتارهای 8. آقا شما که خلاصه براتون بشمارم چند تا هست، 1 2 3 4 5 6 7 تا هست، این یه دونه اینه، 8 تا اجرای برنامه اینم دونه پهلوانان، یه دونه اون به اصطلاح مدح و تملق آقای
اسماعیل وفا یغمایی احتمالاً درباره رهبران نمیاد که درباره بدبخت اعضا نمیاد که درباره بدبخت هوادارا بگی که تو ایران به خاطر فروش یک مجله مجاهدین زندان رفتن، زندگیشون عوض شد، بیچاره شدن. طرف محصل بود، به خاطر اینکه مدرسه نرفت کرده بودنش تو کلانتری و زندان و اینها، دیگه بعد اصلا مسیر زندگیش عوض شد. به جایی که بشه یه آدم موفق، شد یه آدم بدبختی، حتی معتاد شد. بذارید من اینو بزنم تو بعد، حالا باورتون نمیشه، تنها چیزی که پیدا کردم که ضبط صوت که چه عرض کنم کاست پلیر داشته باشه، این ساعتی هست که میذاری بغل میز خواب و هم آلارم داره، هم ساعت داره، هم تیپ داره. این تیپ ها یادتونه وقتی آمد اصلا انقلاب بزرگی بود، از اون نوارای اینجوری و اون صفحه ها یه دفعه نجات پیدا کردیم، اومدیم سراغ این. بذارید من اینو بزنم تو برق و بیام خدمت. هستم ها، فکر نکنید رفتم ها، ما هم درست مثل جنبش ما هستیم هستیم، گاهی هستیم گاهی نیستیم. حالا ببینیم این چی میگه، یک کمی براتون اینو بذاریم، مزخرفات این آقا رو گوش کنید. میگ ها و زخم هایشان برای تفنگ ها و زخم های زنان کرید، برای تفنگ ها و زخم های مردان کرید. برای دفاع از آزادی باید در مقابل گورهای مردگان به احترام ایستاد، گورهای کشتگان، گورهای شهید. ببینید دوستان، همش کشته شدن، همش کشتن، همش از بین رفتن رو اینا ترویج میکردن و تبلیغ میکردن. اینه که امروز جدا شده یه مجاهد میاد برای من و شما تعریف میکنه که مجاهدین اعضای زنده براش ارزش ندارن، اعضایی که از بین رفتن شدن قاب عکس، اون براش ارزشه. که ادعا کنن ما 120 هزار تا شهید دادیم، خب دادی، خاک بر سرت. همون 20 هزار تا که شهید میدادی با رهبرت عوض میکردی، 30 هزار تا که شهید دادی با فرمانده معاونش هم عوض میکردی، 40 هزار تا شهید دادی بگی آقا یه چیزی اشکال داره عوض کنی. نه، خب 40 هزار تا شهید دادی، 50 هزار تا، حالا شدیم 100 هزار تا، آفرین، حالا شدیم 120 هزار تا. اینا هست بچه های مردم رو به کشتن دادن، خیانت کردن. یا آقا حسینی هست اینجا رستوران داشت، شایع هم بود که این رستوران رو مجاهدین براش درست کردن، بعد دیدیم بابا مثل که با شریکش هم نساخت. اون میگفت، یکی میگفت اون کلا سر اون گذاشته، یکی میگفت. دیروز دیدمش تو این مغازه بقالی، این مردک تا حالا من دو بار دیدمش، یه بار جشن عروسی بود من داشتم فیلم برداری میکردم، تا دیدمش با وجودی که این از من کوچیکتره من بهش سلام کردم، این گاو. پیش خودم گفتم خب من دیگه به تو سلام علیک نمی کنم مردک، مگه من احتیاج به تو دارم؟ تو هستی که احتیاج داری مجاهدین حقوقت بدن، من که تو همین سلون سالم دارم کار میکنم، حقوق خودم رو در میارم. اینا احترام پذیر نیستن. و تویی که امروز اینجا قدرت نداری، چشم دیدن دیگران رو نداری، فردا اگر ترامپی عربستان سعودی شماها رو به نوکری قبول کنه و یک توفی بندازه کف دستتون، چه خواهید کرد با این مردم بیچاره؟ گوش کنید آقای اسماعیل وفا یغمایی، شما باید بشینی شعر بگی، توبه کنی، توبه کنی از این گوهایی که خوردی، از این غلطایی که کردی، نه که بیای تو برنامه‌های تلویزیونی هنوزم فکر کنی تو چیزی بلدی و مردم باید دنبال تو باشن. تو باید بگی من غلط کردم، گوه خوردم. اون مرده رو دیدی لوره نماز میخونه، گی خوردم، گی خوردم، گی خوردم. گویا جوون که بوده میرفته گله بره دوزی و گله دوزی و فلان اینا، بعد حالا که پیر شده نشسته و میگه غلط کردم. گوش کنید آقای کی؟ اسماعیل وفا یغمایی رو. اشکهای خود بر آتش باید شعری نوشت و برای دفاع از آزادی فرقی نمی کند. گاهی شاید شبی وقتی که شمع می سوزد و عود عطر می پراکند و جام شراب نیمه تهی است و ما
ماه زرد فام در اعماق آسمان می گذرد و زنجره در شکاف پنجره شد. خلاصه مزخرف، شما خودتونو بذارین جای این الدنگ بی سواد رجبی، یه نفر بیاد برای شما این نوار رو درست کنه براتون بذاره، خب شما میشینین میگن سیگار که میکشه، میگن گاهی وقت تریاک هم میکشه، حالا دیگه مشروب و اینا نمیدونم میخوره یا نه، خب دود سیگار رو از اون ورم تریاک مریاک، این مردک هم کمکش کرده از این بوتی ساخته، مثل یه بادکنک بادش کرده، خب همین کارا رو کردید که آمد زن همتون رو برداشت سوار شد. خجالت بکش آقای وفای اغمایی، آقای اسماعیل وفای اغمایی، خجالت بکش، ننگ بر تو، ننگ و نفرین بر افرادی مثل شماها که، و چون شما دو کلمه بلد بودی شعر بگی، اون یکی قهرمان جایی بوده، اون یکی نمیدونم جای دیگه بوده، مردم به شما اطمینان کردن، شما مردم رو فروختی، اطمینان مردم رو گرو گذاشتید، با پولش رفتید عیاشی. خب اینم از و اما گفتار عقل بشر رو براتون یه 10 دقیقه زودتر پخش میکنم، چون برنامه امروز 10 دقیقه زودتر شروع شد. بذارید ببینم اینجا چند دقیقه، 46 درست همینه، 10 دقیقه زود هستیم و اون رو جبران میکنیم، از اون برم زودتر میریم تا شما هم بری به کار زندگیت برسی و ببینیم که این دوست ما آقای خزایی ایشون چی گذاشت. بله، ترامپ نیو اباوت ایمیل هک، همون که من گفتم، این کوهن آمده میگه ترامپ میدونست درباره ایمیل ترامپ، ایمیل هیلری کلینتون که هک شده. هک شده رو به فارسی من نمیدونم چی بگیم، بعضیا میگن حمله کردن به کامپیوتر، ولی هک کردن موقعی که یه نفر میاد تو کامپیوتر شما دسترسی پیدا میکنه به اینفورمیشن ها، و این میگه ترامپ میدونست و اینا منتظر بودن که چه زمانی این برگ رو به عنوان برگ برنده بزنن زمین. میگه که این دوست ما، من کم تلویزیون نگاه میکنم، معمولا خبرهای بخصوصی را در نت دنبال میکنم، الان میدیدم که وکیل آقای ترامپ دیگر تحملش تاب نیاورده و آمده و این مردک شارلاتان را لو داده. وقتی شما درباره اش سخن میگویید، لطفاً احتمالهای ماندن و عاقبت آقای ترامپ را بیشتر توضیح بدهید. و بله، بعدا من برنامه را از طریق یوتیوب تماشا میکنم. من همون گفتم که اگر این در زمان عادی بود، موقعی بود که آمریکا هنوزم آمریکا بود، این بی خود نیست، بعضی وقتا این احمق میگه من میخوام آمریکا رو ببرم به اون روزایی که آمریکا عالی بود، که ما میپرسیم چه تاریخی؟ آقا همون 1974 هنوز جایی بود که اگر یه کروک، یه فاسد، یه دوز، یه متقلب میومد، فوری اون دوربریاش میگفتن آقا درسته که این جزو حزب ما هست، ولی غیرت و شرفمون کجا رفته؟ همونا شروع میکردن لوش میدادن. و جان دین، شما برید نگاه کنید، این وقتی آمد صحبت کرد بر علیه تمام دوستاش، یه جوانی بوده نسبتاً، و میاد اونا بهش حمله میکنن، تهدیدش میکنن، توهین میکنن، ولی همون به اصطلاح شهادتش در مجلس باعث شد که ماجرای واترگیت، استعفای نیکسون و الی آخر. ولی این مردک رو من نمیدونم، چون الان فساد به حدی شده و توییتر و فیسبوک و اینها هم کمکشون شده. اتفاقا این دوست ما سوال کرده بود راجع به اینکه چجوری شماره ویدیو یه نفر مثلا 15,000 تان مال شما 300-400 تان. امروز یه برنامه نشون میداد صبح به نام وبسایت لایز، یعنی دروغ های وبسایت ها، و میگفت که میگه شما مثلا 60 دلار بده ما 6,000 تا برات چیز میکنیم و مثلا 5-6 تا ریویو مینویسیم. شما دیدی میخوای بری یه رستورانی، میگی ببینم ریویوش چیه، میخونی نوشته آقا خوب فلان اینا، میگه اینا اصلا بعضی هاش قلابیه. گفت حالا من براتون امتحان میکنم. طرف آمد یه شرکتی درست کرد
به نام شرکت تعمیرات، پتی گوش کن، تعمیرات خونه و اینها، ریمادلینگ، آمد عکس یه مشت خونه ها رو که اصلا این نرفته بود، ندیده بود، مال این شهر نبود، از روی اینترنت برداشت، بیفور افته، یعنی این آشپزخونه قبلا، این آشپزخونه بعدا، این حیات الان، این بعدا، گذاشت اونجا و $60 هم داد به یه نفر. آمده بودن نوشته بودن که این آمده خونه ما درست کرده، چقدر هم خوبه، از کارش راضی هستیم. طرف گفت آقا اصلا من شرکت ندارم، اصلا من بلد نیستم آشپزخونه درست کنم. این کی ریویو نوشته؟ رفتن نگاه کردم، اون کسی که ریویو نوشته عکس یه هنرپیشه ای رو گذاشته، هنرپیشه مال استرالیا. یعنی این کسی که تو ایران اسم این سایبر سپیس رو گذاشت دنیای مجازی، واقعا اسم قشنگی انتخاب کرد. یادتونه توی فیزیک میگه آقا شما عکس خودتو تو آینه میبینی، ولی این تصویر مجازیه، آدم نیست. اینم همینجوره. در صورت اینم چیزی بود که امروز نشون میداد، اگه کسی لینک اینو میتونه پیدا کنه، وب لایف کنه، CNN پخش کرد یا HBO بود، وب لایف که تبلیغا، ریویو ها و اینا، میگفت که اولا میشد اطمینان کنی، بعد یه سری آدم های بزهکار، خلافکار، شالاتان را افتادن. مثلا شما چلو کبابی داری، طرف بهت زنگ میزنه میگه ببین اگر $500 بدی ما برات 10 ریویوی خوب می‌نویسیم، اگه $500 ندی 30 ریویوی بد می‌نویسیم. خیلی ها، یعنی شما اگر اسم بیزینست رو، وبسایتت رو نیاری رو اینترنت، اونجوری از بازار عقب میفتی، از قافله عقب میفتی. اگه بیاری رو اینترنت، در رو باز کردی برای این افراد که اونا هم بیان اینجوری بهت حمله کنن. چه باید کرد؟ کسی فکری به نظرش میرسه بگه تا ما هم یاد بگیریم. خب این از این. و اما ارتباط میان وکیل و موکل و شناخت موانع ارتباطی. آقای دکتر شهرام ایرانبومی یه وکیلی هست که به غیر از اینکه خیلی موفقه، اسمش هم دیدید می‌نویسه دکتر ایرانبومی، نمی‌دونم 3-4 دکترا داره، به غیر از اینکه خیلی موفقه در دادگاه و در چیزای قانون، خیلی فعال در چیزای فرهنگی. همین الان که داریم میریم به طرف سال نو ایرانی شروع میشه برنامه‌های فرهنگی اینها، و برنامه‌ای میذاره که کمک به دیگرانه، همش دنبال پول نیست. و یه ویدیویی برای من فرستادن، منابع ارتباطی شنونده خوبی نبودن. ببینید میگه منابع، ببخشید من عذر میخوام، من گفتم منابع، موانع، اون چیزایی که مانع ارتباط صحیح میشه، شنونده خوبی نبودن، بی‌توجهی به سوالات، نگرش عاطفی در صحبت، تحقیر و توهین کردن، موانع فیزیکی و اشتباهات رفتاری و گفتاری را در برخورد با پلیس. اگه یادتون باشه هفته قبل یه مصاحبه کوتاه با ایشون داشتیم، ولی یک ویدیوی 17 دقیقی خودشون درست کردن. خیلی هم از این کارهای ادیتینگ و ایناش کارشون خوبه، درست کردن که ما هم به خاطر تشکر از این کاری که ایشون انجام میده، هم در برنامه صحبت کردیم، هم بعد از برنامه پخش میکنیم. مثل تشکر از پتیک که برامون فرستاد اون ماجرای زباله و زباله‌دانی در تهران و ایران، اونا بازم پخش میکنیم، اینم میذاریم. شما هم اگر ویدیویی دوست دارید جالبه پخش کنید، دوست دارید پخش کنید، برای ما بفرستید. اگر جالب باشه پخش میکنیم، ولی اگر جالب هم نباشه ولی شما حمایت کنی ما پخش میکنیم. اون موقع میگیم بابا این طرف پول داده اینو ما پخش کنیم، ما موافقش هم نیستیم، نظر شما چیه؟ اینم از این ماجرا. پس شد موانع ارتباطی، اسم برنامه هم هست اشتباهات رفتاری و گفتاری را در برخورد با پلیس و دادگاه. بذارید من لینکش رو برای شما بذارم، کافی لینک لوکیشن بذارم روی فیسبوک، که بعد از برنامه من
دست راستون رو ببرید بالا قسم بخورید، بعد از برنامه من برید نگاه کنید. و اما بعد از این ماجرا روحانی به ظریف گفت با استعفای جناب عالی موافقت نمی کنم. ببینیم چی گفته، بیشتر بخوانیم، بیشتر بخوانیم. اینجاست این روحانی و ظریف و من فکر کنم روزی که برجام به اصطلاح آمریکا باطلش کرد و اینها، ظریف باید استعفا میداد میرفت کنار، چون نشون داد که اینها اشتباه کردن و خامنه ای درست گفت، گفت نمیشه با آمریکا اطمینان کنیم. روحانی به ظریف گفت با استعفای جناب عالی موافقت نمی کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پاسخ به نامه استعفای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت پذیرش استعفای شما را برخلاف مصالح کشور می دانم. ببخشید این چرا روی رفته روی ثانیه چشم شما را اذیت می کنه، ما رو فکر کردیم داریم نامه این رو بهتون نشون می دیم. بله، گفت که پذیرش استعفای شما را برخلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم. روحانی در نامه‌اش به آقای ظریف می‌افزاید تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید در هماهنگی کامل با وزارت خارجه باشند، با قوت، درایت و شجاعت به مسیر خود ادامه دهید. وزیر امور خارجه ایران شامگاه روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. این استعفا با واکنش‌های داخلی و خارجی همراه بود. وزیر امور خارجه ایران پس از رد استعفایش از سوی رئیس جمهوری در اینستاگرامش نوشت دغدغه‌ای جز اطلاع عجب. این دوباره فیسبوک ما رو قطع کرد. این چرا فیسبوک امروز اطفال می‌ریزه؟ I really don't know. بذارید یه بار من اینو ریفرش کنم و بیام سراغتون دوباره لایو ویدیو. بله، کاش که دیگه مردم تیوی رو بذاریم روی واچ پارتی. بله، این گو لایو، بعد میایم اینجا به دوستان میگیم بیاین واچ پارتی. بله، اوکی، استارت واچ پارتی. اوکی، ببینیم حالا استارت واچ پارتی چی میشه. میزنیمش روی مردم تیوی. بله، خب اینم از این. و اما داشتیم نوشته چیز رو میخوندیم، روحانی به ظریف میگه که وزیر امور خارجه ایران پس از رد استعفایش از سوی رئیس جمهوری در اینستاگرامش نوشت دغدغه‌ای جز اطلاع سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی نداشتم. پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز تصویری از نخستین حضور ظریف در یک دیدار رسمی بعد از پذیرفته نشدن استعفایش منتشر کرد و نوشت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که روز گذشته از سمت خود استعفا داده بود در دیدار دکتر روحانی با نخست وزیر ارمنستان حضور پیدا کرد. یعنی اونم یه نازی کرد و قبول کرد و داره اونجا چیز میشه. دوستان، نظر شما راجع به این روزنامه نگارایی که وقتی یه چیزی رو می‌نویسن، شما وقتی میخونی مثلا میبینی 5 بار هی نوشته محمد ظریف وزیر امور خارجه، یعنی آقا منی که این مقاله رو شروع کردم اینجا میخونم وزیر امور خارجه ایران دوشنبه استعفا کرد، پاراگراف اول یا قطعه اول که تموم شد من آلزایمر دارم، فراموشی دارم، باز شما اینجا باید اسمش رو به من بگی محمد ظریف؟ به غیر از اون باز باید به من بگی که این دوشنبه استعفا کرد؟ من نمیدونم، همش برمیگرده از معلمای انشایی که به غلط به ما گفتن انشاتون باید 2 صفحه بشه. اگه 2 صفحه نباشه ما به جایی که از 20 شروع کنیم از 15 شروع میکنیم.
و ما هم عادت کردیم مزخرف بنویسیم، مزخرف بگیم و جامعه‌ای مزخرف باشیم. حالا بریم سراغ این نوشته های این دوستمون که ببخشید گفته های این دوستمون از خلیج فارس به نام گفتار عقل بشر شماره 91. هیچ وقت من فکر نمی کردم 91 هفته گذشته باشه از این ویدیو ها و صدای آدیو ببخشید که این دوست ما درست کرده و فرستاده. با هم بشنویم. سلام بر اندیشمندان و علاقمندان به تحریک عقل. گفتار عقل بشر پیرامون اقتصاد را ادامه و تاریخ و برخی از عوامل تأثیرگذار بر اقتصادمون را بیشتر میشناسیم. هرچند به این کاریم یا نخواهیم بباوریم، دین اسلام و پیروی از آن پس از حمله عرب‌ها و تاکنون وضع معنوی، اجتماعی و اقتصادی ما را اداره و کنترل می‌کند. هر کس خواست چوپان شود با دست آویزی به احرام دین یعنی اسلام که در بیشعوری همه ما جا گرفته تناب بندگی بر گردن گله می اندازد. تأسیس معیاری جز آنچه در جریان و در بیشعوری ها فعال است اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار و وقتگیر است. هر ایده نوین در آغاز با مخالفت عموم روبرو می شود، مخالفت ثروتمندان، متنفذین و مرفهین و آسایشگران بیشتر است. طبقه بالا ترسش از دست دادن نفوذ و ثروت می باشد. عموم مردم به علت محدود بودن نظر، کم دانایی، اسارت در بیشعوری و تقلید از بالاتران با نوین ایده دشمنی می کنند، هرچند که به سودشان باشد. اربابان و پیروان ایده نو عموماً مورد نفرت و تنفر قرار می گیرند، فراری می شوند و فقط پس از بکارگیری زور ایدهشان در بیشعوری مردم فرو و جایگزین ایده قبلی می شود. در حالتهایی و هنگام سرکشی جوانی و در راستای یافتن شخصیت متعلق به خود و ساختن خیش، شخص به ایده نوین می گراید. به علت پرورش در محیط زور و عدم آموزش به اندیشیدن و سنجیدن مسائل دنبال رو این نوین ایده شده و متعصبش می گردد. اغلب پیروان عقیده های سیاسی و دینی مانند مجاهدین و مبارزین خلق و کمونیست ها از این گروه هستند. در گزارای این تغییر اربابان ایده نو و پیروانشان بهترین شکل و رفتار و گفتار را تظاهر و نمایش می دهند. دین اسلام هنگام تأسیس همین راستا را طی نمود. در زمان پیامبر اطرافیان و متنفذین سعیشان این بود که معیارهای ادعایی را به بهترین روش عملاً به اجرایند. هنوز پیامبر به خاک سپرده نشده بود که معیارهای باستانی به ارث رسیده و کاشته شده توسط فرعون بر آن مدعیان خوبی و نیکی غلبه نمود. قدرت به دست آورده را میان خود تقسیم کردند. پس از مدت کوتاهی میان اصحاب یا صحابه بهشت رو و دارندگان ضمانت بهشت از سوی پیامبر اختلاف ها آغاز گشت و نخستین جنگ میان مسلمانان در سال 32 هجری 21 سال پس از وفات پیامبر اتفاق افتاد. خلیفه دوم عمر بن خطاب برای اینکه نشاط و روح سرکش پیروان را بخواباند مسلمانان را سوی دیگر کشورها رهنمود. اصلی مردم پرست ترهنمون عمر گفت برویم دین خدا را منتشر کنیم، یکی از دو ثواب نصیبمان می شود، یا شهید شده و یا ثروتمند. همان ثروت اندوزی که تقبیح و ناشایسته خوانده شده بود به جایزه و پاداش مبدل گشت و عربها را به سوی رومیان و فارسیان روان کرد تا غنیمت به دست آورند. در رفتار حمله کنندگان عرب در کشورهای اشغال شده و به قول خودشان مسلمان گشته در لابلای سطرهای متنهای تاریخ اسلام میتوان یافت چه ناراییهایی کردند که همهش برخلاف آن اصل معیارهای اعلان شده اسلامی بود. همه گونه ستمها به نام خدا و پخش دستورهایش و دریافت ثواب بر خلق روا گشت. در این دوران همین رفتار را از داعش شاهد هستیم. کسانی که بهره‌مند از تغییر می باشند آن را تحسین و ضرر شدگان سکوت می اختیارند. اگر توانستند به صورتی که جانشان در خطر نباشد مخالفتشان را می اظهارند.
با اندیشیدن ملاحظه بفرمایید این وضع انسان در این دنیا هرگز نتغییریده، یعنی سیستمی که به او آزادی مطلق بدهد تا احساسات و اندیشه های خود را برملا کند هرگز نبوده، هرچند که در دوران نوین ادعای آزادی در گوشه و کنار شنیده شود. با این حال اظهار رأی مخالف امکان ابراز و اظهارش چندان آسان نیست. اعتراض به اظهارات خانم ایلان عمر، سناتور مسلمان آمریکایی و سومالی العرب در همین روزها دلیل بر حقیقت خفه کردن صدای مخالف بر این کره می باشد. هنگام رسیدن غنایم جنگی به مدینه، پایه و اساس تأسیس طبقاتی و امتیازگری در میان تازه به دوران رسیده های اسلام ریخته شد. همین اسلامی که هنگام ورود به مجلسی که پیامبرش در آن حضور داشت نمیشد او را از دیگران تشخیص داد. تواضع و قناعتش سرمشق اطرافیان بود. احساسات فرعونی آرام گرفته یا خفته در بیشعوری سر کشید و پول دوستی در میان حکمران و سپس مردم با گذشت زمان منتشر شد. ثروت و اندوختنش عملا در دست حکمران یعنی خلیفه و اطرافیانش بود. اگر پول نداشتن نمی توانستن از زندگی کام ببرند. زنهای متعدد نمی توانستن در حرم سرا داشته باشند و ده‌ها فرزند را خوراک و خوابگاه بدهند. آیا فکر می کنی در آن دوران همه مردان مسلمان می توانستن مخارج زنان متعدد را بتحملند؟ جواب این سوال خواهد آمد. پایبند بودن به یک ایده خوب و انسانی مدتی کوتاه از سوی مشتاقان به چوپانگری ادعا می شود. وقتی سوار شدند چهره‌ای همانند سوء استفاده‌گران پیشین از خود نشان می‌دهند. از خود بارها پرسیدم قبل از مقام یافتن گفتار این فریبکاران را چرا انسان باور می‌کند؟ چرا از تکرار تاریخ درس عبرت نمی‌گیرد؟ در کشورهای به اصطلاح دموکراسی وضع همین طور است. شیادی و پلیدی و مزدوری مدعیان اصلاحات را قبل از به سر کار آمدن نامزد انتخابات کسی تصور نمی کند یا نمی خواهد بتصورد تا شاید اندیشیده و سپس ادعاهایشان را دروغ بداند. سیستم فرعونی که قبل از اسلام برپا بود بازگشت و بیشعوری مردم بدون اعتراض آن را قبولید. به جای تعظیم به بت و فرعون به خلیفه تعظیم کردند و با اجرای مراسمی خدا را پرستیدند. در فرهنگ مسلمانان با استفاده از کلمه جمع و ده ها عبارت ها و لقب های تملق و بزرگنما خلیفه و پادشاه را مخاطب قرار می دهند. به سادگی به خدا تو می گویند و لقب های بزرگنما برایش نساختند. خلیفه ها در مذهب تسنن همه بهشتی هستند، همینطور که در مذهب شیعه امامان در بهشت جاویدانند. صحابه در اسلام و به خصوص مذهب تسنن همین مقام را دارند. قبلا گفتم یک نویسنده مصری به نام فرج فوده که عمرو بن عاص فاتح مصر و پیرو معاویه و شریکش را انتقاد کرد، در آغاز ملاها زنش را از او طلاق دادند و سپس توسط متعصبین بیدانش ترور شد. خلیفه که نماینده خدا بر روی زمین بود بنابر امکانات دوران خود همان رفتار فرعون را داشت و با گذشت زمان توسط عموم به همان سبک عبادت می شد. بر جان و مال مردم مسلط بود، می کشت و می چاپید و کسی نمی باعث از او انتقاد کند. با یک اشاره سر هر کسی را که می خواست از تن سرش را جدا می کرد. کدام یک از شاهان ما و خلفای راشدین و اموی و عباسی و عثمانی این جنایت ها را نکردند؟ کدامشان این کردارها را صحیح و درست و خدایی و حق خود ندانستند؟ آیت الله محمد باقر صدر مقیم نجف که خود و خواهرش در آغاز انقلاب اسلامی به تهمت همکاری با آقای خمینی توسط صدام کشته شدند، کتابهایی به عنوان اقتصاد اسلامی ما نوشته. این نوشته ها همه زیبا نمودن و یا زیبا نشاندن اقتصاد در اسلام و دور از حقیقت است. در کدام دوران از تاریخ اسلام عدالت و یا عدالت اقتصادی حکم فرما بود؟ افسانه ها تعلیل شده و پخش گشتند و بیشعوری مغز را اشغال کردند. میگوید خلیفه دوم عمر بن خطاب شبها در کوچه ها و دشت و صحرا راه میرفت تا از اوضاع و احوال مسلمانان شخصا آگاه شود. زنی را در کنار چادری دید که آب در دیگ می جوشاند و فرزندان گرسنه‌اش به دروغ وعده پختن غذا می دهد به امید این که خستگی و گرسنگی آنان را بخواباند.
خلیفه مسلمانان از دیدن این منظر گریست. چرا در زمانی که آن همه غنیمه‌های جنگی از روم و فارس به مدینه سرازیر بود چنین فقری میباید در پایتخت اسلامی باشد؟ وقتی بچه ها بیدار می شدن آن مادر به فرزندان چه می خورند؟ مانند این داستان ها را درباره دیگر خلفا برای ما نقلیده اند. بنابر نوشته یک مسافر به شهر کوفه هنگام خلافت امام علی، کودکان و زنان دنبال کاروان شترها که خرما از بصره به شام می بردن راه می رفتن به امید اینکه خرمای از بار شترها بر زمین بیفتد و آن را بردارند. این داستان ها بسیارند و اگر با حساب و کتاب بحثشان کنیم شگفت انگیز می شویم. در داستان ها سعی می کنند شخصیت های تاریخ را دادخواه و دادگستر و مهربان نشان دهند. همه این داستان ها برای خواب نمودن و در نفهمی نگه داشتن مرساست. اگر معاویه ظلم نمی کرد برای خود کاخ ها نمی توانست بسازد. اگر هارون الرشید دادگستر بود نمی توانست در یک روز 1000 کنیز رومی خریداری کند. بله، اسلام همبستری و معاشرت با بیشمار کنیزان را بنابر امکانات مالی حلال کرده. پس خلیفه مسلمانان گناهی مرتکب نشده. چقدر زحمت کشیده تا این حلال را به دست آورد؟ هرگز مورد سؤال نیست. همه شان شب نخوابیده و جویای حال رعیت بودند. وقت داشتن حب کنند، به جنگند، احادیث و روایات و نهج البلاغه بنویسند، شعر تنظیم کنند و به شعرهای درباری گوش کرده و متن شعرهایشان پاداش دهند. 5 بار در روز نماز جماعت را امامت کنند، در خانه با همسران متعدد بآمیزند و با عدالت با آنان برفتارند، فرزندان را به بهترین شکل اسلامی دانشمند و زاهد و متقی و عالی به تربیتند. در حالت امام علی پس از نماز در مسجد کوفه در دکان هیثم خرما فروش نشسته تا بند خدا آقا هیثم به خانه رفته و پس از نهار استراحت و آنگاه به دکان بازگردد و سپس خلیفه مسلمانان به دنبال کارهایش برود. اگر عمر آقایان و کارهای نسبت داده شده به آنان را در تشت حساب بسابیم یک نتیجه میگیریم که طول روز آنان میبایست معادل 4 روز ما و یا بیشتر باشد تا بتوانند همه این کارهای ادعا شده را انجام دهند. ما این داستانها را بدون اندیشیدن قبول کرده و اجازه بحثش را هم نداریم. در تاریخ به کریم خان زن لقب وکیل الرعایا دادند. ما هم با کمدانایی قبول کردیم و به 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 گفتیم. آیا شنیده اید برادرش صادق خان که مدت 13 ماه بصره را محاصره کرده بود پس از گشودن آن چه کشتارها انجام داد؟ چند هزار تن از مسلمانان بصره را کشت؟ برادر پادشاه و رعیت نوازش چگونه مجازاتش کرد؟ همین سرنوشت را محمد خان قاجار بر مردم کرمان روا داشت. این 2 نمونه از ستمکاری های شخصیت های تاریخ خودمان است. باور بفرمایید که همشان همینطور بودند، وگرنه هرگز به سلطنت نرسیده و نمیتوانستند بر ثروت عموم دست نهند و مردم را چوپانی کنند. آری، این نتیجه سیستمی است که انسان بر روی این کره تأسیس کرده. ظلمی را که امروز در دنیا شاهد هستید تکراری است، همینطور هم ادامه خواهد داشت. تاریخ نویسی چنین نوشته: شاید خرید 1000 کنیز توسط هارون رشید مبالغه باشد. بیایید و قبول کنیم تعدادشان بیشتر از 100 تا نبوده. در حالی که در اجتماع آن زمان یک مرد جوان به جز خواهر و مادر و عمه و خاله خود صورت زن دیگری ندیده بود که در خیال با او معاشرت کند، خلیفه مسلمانان در یک شب با 10 ها زن هم بستر می شد. شرح فساد خلفا در کتاب الاغانی نوشته ابوالفرج اصفهانی آمده. با این رفتار سرکشیده از بیشعوری و خودخواهی خود را درستکار و بهشترو می شمردند و سربریدن مخالفین را ثواب و پر اجر می دانستند. من مسلمان نباید اعتراض کنم، اگر کردم حتما ریختن خونم حلال است، چون به رفتار نماینده خدا و خواستش بر روی زمین اعتراض کرده ام. بندیشید و سپس نظر دهید. مگر ما خودمان این سیستم را به علت نادانی در کشورمان پیاده نکردیم؟ سیستم اقتصادی اسلامی از دیگر سیستم ها تفاوتی ندارد. با
با نیرنگ و فریب و فتوا هر چیزی را اسلامی و خواست خدا به خور بنده ها فرو می کنند. سود بر قرض پول که در اسلام و متن صریح قرآن حرام است در همه کشورهای مدعی دین با نیرنگ فتوا حلال شده. در هیچ زمانی، در هیچ سیستمی، در حکمرانی هیچ حاکمی عدالت و برابری وجود نداشته. در آمریکا که سیستم سرمایه داری دارد، تعداد بینوایان روزانه افزایش می‌یابد. سیستم‌های سوسیالیستی و کمونیستی نتوانستند فقر را ریشه‌کن کنند. حکمرانان دین فروش در گذشته و در حال حاضر در تأسیس عدالت در همه زمینه‌ها و گسترشش بی‌ارزگی و ناتوانی خود را نشان دادند. سیستم فرعون که خودخواهی و شخص خود را در مقام اول به بهترین می‌شناساند متوقف نشده و تا کنون ادامه دارد. همه ادعاها برای تغییر دادن وضع انسان بر این کره در قالب یک ادعای تو خالی وامانده و توان خارج شدن از آن را ندارد. به علت این واقعیت هر گونه سخن درباره طرح و برنامه دیگر درباره اقتصاد و بهبودی و اوضاع بینوایان بیهوده و فایده و ناعملی است. کسی که این ادعا را می کند وقتی سر کار آمد با دست برد به ثروت عموم اوضاع اقتصادی خودش حتما بهتر می شود. وعده های سر خرمن آقای خمینی در بهشت زهرا را به یاد آورید. آقای بازرگان گفت با آقا گفتم لطفا این وعده ها را ندهید، دستمون را تو حنا نگذارید. آقای بازرگان از سید اولاد پیامبر که صاحب بارگاه و زری شد رازگوتر بود. امیدوارم این یادآوری ها و این گفتار شما را قانع کرده باشد تا هرگز وعده های جاه طلبان در بهبود نمودن اوضاع اقتصادی و فردای بهتر را نباورید و هرگز فریبنده نشوید. حتما متوجه شدید نگفتم فریب نخورید. چیزی ندارم که به شما تعارف کرده بخورانم و یا نخورانم. این هم اشاره‌ای به ضرورت تغییر زبانمان قبل از تغییر معیارها و اندیشه ها و آنگاه اقتصاد. همه تغییرها در کنار هم و با هم باید اجرا و پیش روند تا فردایی بهتر بسازیم. در غیر این صورت بیهوده منتظری. شب و روزتان خوش باد. خب خیلی ممنون از این دوستمون. و شما دوستان هم اگر در مورد مسئله تاپیکی موضوعی میخوان صحبت کنید میتونید به همین صورت یا آدیو یا زنگ بزنید، با تلفن پیام بذارید اگر 3 دقیقه هست، و یا اینکه ویدیو، از این هم یک کم بریم بهتر جلوتر، با ویدیوتون رو درست کنید بفرستید، دیگران رو در جریان بذارید. صحبتایی که این دوست ما در گفتار عقل بشر انجام میدن، میگن این نظرات من هست بعد از سالها تجربه و تحقیق، ولی شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید. و این هم از این موضوع، از این ماجرا. یک دوستی ایرانی هم نبود، آمریکایی، یک سیستمی رو گذاشته برای فروش کامپیوتر. فعلا این آقای داریوش قشقایی چند مدت پیش چندین کامپیوتر گذاشته بود، نمیدونم مسافرت رفت، چون دیدم الان بیشتر راجع به لس آنجلس صحبت میکنه، احتمالا از این منطقه رفته و ما باید میخریدیم، اشتباه کردیم. و اون روز که مانیتور ما اینجوری شده، حالا فکر هست این کلا سیستم رو عوض کنیم، دیدیم یه سیستمی هست و اینها، تماس گرفتیم. میگه بعضی ها واقعا بس که مغزشون یه جای دیگه است، میگه من نه کردیت کارت میگیرم، نه چک میگیرم، نه پیپل میگیرم، فقط کش میگیرم. میگم خب ما با پرداخت نقد و کش مشکلی نداریم، ولی شما سیستمت رو بیار بذار اینجا ما ببینیم با این 4 تا مانیتوری که میخوایم کار میکنه. میگه نه شما بیا اونجا امتحان کن. میگم من چجوری همه دستگاه رو بکشم بیارم؟ تو یه باکس اینقدی، بهش میگفتن تاور اون وقتا، یادت اولایی که یادتونه اولایی که کامپیوتر آمده بود بهش میگفتن پی سی تاور، پی سی هم میگفتن پرسونال کامپیوتر، نمیدونم. در هر صورت گفتیم نه. بعد گفت که نوش که گود لاک با خرید کامپیوتر. گفتم من گود لاک احتیاج ندارم، شما احتیاج داری گود لاک که یه مشتری پیدا کنی، که یه کامپیوتری رو که خودت درست کردی چسبوندی به هم، نه مارکی داره نه اسمی داره، بفروشی. و الان من میرم بست بای و میرم کاسکو و میرم مایکرو سنتر میخرم، 14 روزم به هم وقت میدن که بیارم امتحانش کنم و اگه اشکالی هم داشت
میبرم میدم پس یه پنی هم ضرر نمی کنم. بعضی وقتا تو چی فروختن و اینا یه کمی چیز نباشیم، هارد هدد میگن، کله خشک نباشیم. اینم از این ماجرا. و اما میدونید که دوباره گند کلیساها بالا اومده و این من بارها گفتم خیلی از دوستای ما میگن عجب پاپی اومد، این خیلی آغاز. گفتم نه، این خیلی پدرسوخته است. موقعی که مسئله کلیساها به جایی رسیده بود که مردم دیگه واقعا اینها رو شناخته بودن، این آمد و با آمدن خودش شروع کرد با کلک زدن به مردم که گیا اینجوری، همجنسگراها اونجوری، اینجوری، دوباره مردم رو برگردون به همون کلیسا و بیان پول بدین و بچه هاتون هم بفرستین که اینایی که اینجا معذبن تنها نباشن، بشن اون قاسمی کی بود قرآن درس میداد، اینا هم بهشون انجیل درس بده. و الان ماجرا خیلی بدتر از این شده، آمدن و میتینگ گذاشتن و میتینگ توی جای دربسته و اینها، و میگه اینا هر کاری میکنن تنبیهشون اینه که ماکسیموم میگن خب حالا دیگه تو این تو کلیسا نباش، برو یه کلیسای دیگه. یعنی حقیقتا براشون یه سری مشتری جوون میفرستن، مشتری جدید میفرستن. بعد اینجا دیگه حالا بهت حقوق نمیدیم، از اونجا بهت حقوق میدیم. خلاصه این ماجرای کلیساها، از طرفی هم متاسفانه میبینیم که بعضی از ایرانی ها به دلیل اقامت و به دلیل فشارهای زیاد این حکومت دیکتاتوری آخوندا میرن و مسیحی میشن. حالا دین آزاده، هر کس دلش میخواد به هر دینی، ولی به نظر من این دین مسیحیت یک جایی جواب این اشتباه یا هزینه این اشتباهشون رو پرداخت خواهند کرد. کجا کی من نمیدونم. میگه که من میدونم اتفاق میفته ولی نمیدونم چه زمانی. خب دوستان عزیز، ساعت 3:11 است به وقت واشنگتن شرق آمریکا، پایتخت آمریکا، و به وقت نیویورک. دقیقاً ما میگیم نیویورک برای اینه که دو تا واشنگتن داریم، یه واشنگتن اینجا داریم، یه واشنگتن غرب آمریکا داریم. 3 ساعت اونها از ما جوان‌ترن، بهشون نمیگیم 3 ساعت از ما عقب‌ترن، 3 ساعت جوان‌ترن و ما 3 ساعت با تجربه تر. در هر صورت این ماجرای کلیسا رو اگه کسی میخواد بیاد در مورد صحبت کنه من خوشحال میشم. و اما آقای هنریک، این دوستمون هم که سالهاست با ما هست ولی ما نه عکسش رو دیدیم نه قیافش رو دیدیم، فقط از طریق ایمیل باش آشنا هستیم، نوشته تکلیف زنان مسلمان در بهشت چیست؟ نگارنده سیمی. دیدم دیروز یک خانمی نشسته بغل یک بخاری و بخاری از این بخاری های چوب سوزه، مثل بخاری های قدیم تو ایران تو مدرسه ها و اینها، و این در رو باز کرده بود یه چیزی خوند، بعد صفحه های قرآن رو پاره کرد ریخت و دودم از این بخاری میمد. گفتیم بابا در رو ببند، حالا فردا پول ازت میگیرن، میگن باید این اتاق که دود زده رنگش کنیم و اینها. و بالاخره قرآن رو سوزوند. یادم افتاد سالها پیش این آقای امید و امیدوار، دیگران این کارا رو، دیوونه بازی ها رو در می آوردن و ضرری زدن به مبارزات اونهایی که واقعا از صمیم دل مخالف آخوندها بودن که نگو و نپرس، چون آخوند استفاده می کنه این ویدیو ها رو برای افراد کمدان، برای افراد که چی میگن فناتیک میشه، بنیادگرا، یه باوری داره این کتاب رو نخونده. حالا ما میگیم یک کتاب رو نخونده، و اینا وقتی توهین میکنن اون ملا میگه نگاه کن اینا اگه بیان الان امروز دارن کتابتو میسوزنن، فردا به مادرت تجاوز میکنن، فردا خودتو میندازن تو آتیش، فلان اینا. و برای این خانم نوشتم که چقدر خوب شد این خانم این کتاب رو سوزون، من و شما رو هم آگاه کرد هم آزاد کرد. حالا کی میریم ایران؟ من نمیدونم این کارهای دیوونه بازی، کتاب سوزوندن. اولا شما وقتی قرآن رو میسوزونی یعنی چی؟ این قرآن رو از یه جایی تهیه کردی، خریدیش، داشتیش یا حالا رفتی خریدی؟ اگه حالا رفتی خریدی
نشون میدی داری حالا پول میریزی تو جیب ناشران این قرآن. در هر صورت اینم مشکل ماست که این روزا بعضیا با تندروی فکر کنن به جای میرسن. ولی بخونیم ببینیم این خانم سیمین خانم چی نوشته. تکلیف زنان مسلمان در بهشت چیست؟ برای خیلی ها جای سوال است که چرا در قرآن و اسلام از سرنوشت زنان مسلمانی که به بهشت می روند سخنی به میان نیامده است. زنان مؤمنه‌ای که به بهشت می روند در آنجا قرار است چه کار کنند؟ هیچ عقل سالمی نمی تواند بپذیرد که زنان مسلمان و مؤمن باید در این دنیا پاک دامن و با تقوا باشند فقط به این خاطر که در آتش جهنم نسوزند و بعد بروند بهشت و آنجا آب هویج بستنی بخورند و سکس همسرانشان را با دیگر مردان مسلمان با حوریان بهشتی تماشا کنند. جناب خدا همین الله خودمان رسما اعلام کرده که در دنیای پس از مرگ مسئله جنسی وجود دارد، پس این مورد باید برای زنان مؤمنه نیز وجود داشته باشد اگر قرار است به مردان مسلمان در بهشت دست دست حوری‌های باکره و قلمان بدهند، پس علاوه بر آب هویج بستنی باید به زنان بهشتی هم سرویس جنسی ارائه شود. این یعنی اینکه زنان مسلمان هم در بهشت گروه گروه مردانی را در اختیار خواهند داشت تا با آلتهای تناسلی مورد دلخواه به طوری که می توانند آن زنان مؤمن را به دفعات مکرر و نامحدود به اوج لذت جنسی برسانند. اما چرا در قرآن به این مورد اشاره نشده است و اصولا از سرنوشت زنان مسلمان در بهشت سخنی به میان نیامده است؟ این در حالی است که در مورد عذاب آتش جهنم اسلام تفاوت بین زن و مرد قائل نشده و به گفته قرآن جهنمیان اعم از زن و مرد در آتش جهنم سوخته خواهند شد. جواب خیلی ساده است. اگر پیامبر اسلام داستان خیالی حوری‌های باکره بهشتی را در مورد زنان نیز به کار می برد و اعلام می کرد که زنانی که به بهشت می روند مورد عنایت جنسی دست دست مردان با آلتهای متنوع قرار خواهند گرفت، پرونده اسلام عزیز توسط مردان تازی در همان ابتدای کار بسته می شد. پیامبر اسلام جرأت نکرد در این مورد صحبتی براند و مردان مسلمان شده ای هم که به فکر این موضوع افتادند با توجه به حدسیاتی که می زدند از ترس آبروی خود سعی کردند که این موضوع را به روی شریف خود نیاورند. هنوز که هنوز است، پس از گذشت 1400 سال، کماکان مردان مسلمان از ترس آبروی خود در مورد این مسئله سکوت میکنن و ترجیح میدن در این مورد اصلا فکر نکنن، هرچند که آنها خوب میدانن جواب این سوال چیست و با توجه به گفته های قرآن چه بر سر زنان، مادران و دخترانشان در بهشت خواهد آمد. چیزی که جالب است یا با اینکه آنها چنین مسئله را می دانند، اما اگر همین الان و در زمان کنونی پیامبر اسلام ظهور کند و با وحی الهی از آسمان بیاید و بگوید که در بهشت همان گونه که مردان حوریانی را برای همخوابگی در اختیار خواهند داشت، زنان مسلمان هم مردانی را برای سکس در اختیار خواهند داشت، همین مسلمانان در برابر الله و پیامبرش طغیان می کنند و آنها را به چهار میخ خواهند کشید. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که ما این ضبط صوت آقای اسماعیل وفای امایی رو گذاشتیم پایین و اون تیپ ها رو اگه خواستید 8 تا 9 تا تیپ هست که گفتمتون 1000 دقیقه از تاریخ ایران هست، برنامه های رادیو ایران زمین درباره تاریخ ایران و نوشته تدوین و اجرا اسماعیل وفای امایی. حالا نمیدونم این رادیو ایران همون رادیو مجاهدین هست یا نه. 8 تا 9 تا از این نوار هست و اون یکی هم که حمد و ثنای رجوی و اینا رو گفته، اینا رو واقعا آدم باید نگه داره برای تاریخ و ببینه که چه افرادی خیانت کردن به مردم خودشون.
یعنی آقای خمینی یه نفره نتونست انقلاب کنه، افرادی حالا یا نادان یا تمکار هرچی باهاش همکاری کردن. آقای رجوی یک تنه نتونست خیانت کنه، افراد خیانتکاری باهاش همکاری کردن که اینا رو در دادگاه‌های مردمی یک روزی باید به اصطلاح محاکمه کنن و مجازات بشن. اگر کسی این نوارها رو میخواد میتونه مبلغی رو به تلویزیون مردم حمایت کنه، ارسال کنه و ما این نوارها رو براشون میفرسیم. اگر کسی میخواد این نوارها رو به صورت دیجیتال داشته باشه، چون هر کدومش 60 دقیقه است، 90 دقیقه نیست، بگو حدود 10 ساعت میشه، حالا 10 تا 30 دلار، 10 تا 25 دلار. البته اینجا نوشته بهای یک سری 8 تایی سری دوم معادل 55 دلار. بگو میک اپ یور مایند دیگه، بنویس 55 دلار دیگه، معادل 55 دلار چی؟ بله، درود بر کاکو شیرازی، همشهری گرامی، درود بر آقای فرزاد نیساری، سلام مخصوص از درشیخ شیراز. من تا مدت ها فکر میکردم بچه کل مشیر هستم. این مشکل آدم کجا زاییده میشه، بچه اونجاست یا نه، هم یه مشکل بزرگیه. الان توی آمریکا خیلی از این ارتشی ها که مأموریت دارن میرن این ور ور و بچهش مثلا دنیا آمده آلمان، حالا این بچهش آلمانیه، آمریکاییه، اینها بمانه. ما چون مستاجر بودیم و فقیر بودیم و خونه نداشتیم، هر چند سالی یه جا بودیم، یه دفعه از مادرم پرسیدم که من کجا دنیا آمدم، گفت که در شیخ، بهش شیرازی میگن در شیخ، نزدیک گود عربان، بین گود عربان و فلکه مصدق، این منطقه رو میگفتن درب شیخ، که از پشتش هم میرفتن به طرف آسونو اینا. بعد مادر من گفت که نزدیک کلانتری دنیا آمدی، فکر کنم اونجا کلانتری سه بوده. در صورت این هم از این ماجرا. و بعد نیست آدم بپرسه با پدر مادرش گاهی صحبت کنه، سوالایی که براش پیش میاد، کیه، چیه، کجا بود، چی بود. و این هم ماجرای در شیخ و شیرازه که آقای نیساری ما رو برد به شیراز مجانی، نه بلیط هواپیما نه چیز. میگه واکنش روحانی، پمپئو و نتانیاهو به استعفای ظریف، که دیگه حالا خبر جدیدترش این بود که استعفاش قبول نشده. حمله هوایی هند به اسلامگرایان در منطقه تحت کنترل پاکستان در کشمیر، که همین آقای ظریف اتفاقا به پاکستان و هند گفته اگر بخواین ما میانجیگری میکنیم و صحبت میکنیم. و اما وزیر پیشین اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران به 11 سال زندان محکوم شد. ببین دیگه این آخوندا چه پدر سوخته هستن. وزیر پیشین اسرائیل اینا استخدامش کردن برای جاسوسی. اون وقت حالا شما هی بشین هی بگو این آخوندا بی سوادن، این آخوندا احمقن، وقتی اینو میگی درجه خودت رو میاری پایین، نشون میده من و تو چقدر احمقتر از اون هستیم که حریفش نمیشی. دیروز به همین دوست شیرازیمون که 4 سال از آمریکا اومده و در این فروشگاه ایرانی کار میکنه، گفتم خیلی از همسن و سالای شما هی میگن به ما شماها انقلاب کردید. میگم آقا من انقلاب نکردم، ولی بذار قبول کنیم تو درست میگی. من انقلاب کردم، من که 8 تا پا ندارم، اختاپوس که نیستم که، 2 تا پا دارم، 2 تا دست. قبول داری؟ میگه بله. میگم شما چند تا دست پا داری؟ میگه 2 تا پا دارم، 2 تا دست. میگم خب برو انقلاب کن دیگه. اون موقع اگه ما این کار کردیم که نکردیم 30 میلیون بودیم، الان 80 میلیونی. اون موقع ما وسایل ارتباطی نداشتیم. من با پسرمون در تماس بودم و پسرمم و 5 تام دوست داشتم. شما 2000 تا دوست داری روی چیز؟ خب برو دیگه، جون بکن به قول شیرازی ها. میگو اومدی یا شیرازی ها بهت نمیگن تون برو تون بیا، میگه اومدی یا، یعنی زود رفتی اومدی مثل برق. در اصل اینم از این ماجرا. و بازم از شماها ممنونم. میگه شاید به خاطر طبق 2 پیازه بوده، چون منم اون طرفا برای همین میرفتم.
نه من بعد دو پیازه، دو پیازه آلو. میدونی که هندی ها هم به سیب زمینی میگن آلو. و یک دختر جوانی میلیونر شد، گفت you say potato I say آلو. یک روی تیشرتش، روی پیرنش نوشت که تو میگی پوتیتو من میگم آلو. و یه چند تا عکس دارم بهتون نشون بدم، حالا که شما گفتید، برای اینایی که نجات پرستن مثالهای مختلف میارن که آقا خون همه قرمزه، بعد باز مثالهای مختلف میارن که مثلا یکیش اینه. بذارید من بهتون نشون بدم. بیا 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 بله. میگه آقای نجات پرست، خانم نجات پرست، تو که دلت خوش رنگت سفیده، اون یکی دلش خوش رنگش قهوه‌ایه، اون یکی رنگش چه میدونم چه رنگی، قرمز قهوه‌ای تره. بازه بذارید بهتون نشون بدم اینو کجا هستی. میگه نگاه این تخم مرغا کن، این که سفیده، اینی که قهوه‌ای کم رنگه، این یکی که قهوه‌ای پر رنگه، ستاشون سفیده و زردشون اینجوریه، ناگفته نماند. این روزا بعضی تخمرغ ها رو که میخری زردشون زردتره، یکیش کوچیکتره، یکیش بزرگتره، ولی این نوشته که racism explained for dummies. dummy یعنی آدم های احمق، racism یعنی نژاد پرستی، explain یعنی توضیح داده شده. میگه ما به این سادگی توضیح دادیم. و توی آمریکا رسمه، کتاب های مختلفی دارن، از هم اولی که میاد مثلا مکانیکی برای احمقا، در صورت که خیلی هم میخرن از استفاده میکنن، این عنوانش هست فقط. یعنی شما باید اول قبول کنی یه چیزی رو نمیدونی، نادانی در اون رشته، بعد بری کتابشو بخری، کتابشو پیدا کنی. همونجوری که در اوائل برنامه بهتون گفتم، آقای دکتر شهرام ایران بومی یک ویدیوی برای ما فرستاده که روی فیسبوک اولی لینکش رو گذاشتم، ولی فیسبوک امروز اذیت کرد و دو سه بار قطع شد و لینکش رو یه بار دیگه میذارم یا از خود ایشون میخوام لینکش رو بذاره. این ویدیو رو بعد از برنامه خودم پخش میکنم و چند روز هم در صفحه تلویزیون مردم در پلیلیست باقی میمونه. من به نوبه خودم بارها از ایشون تشکر کردم که یه موضوعی که پیش میاد میان بدون اسم بردن و اون فایل و اون افراد رو گفتن، برای من و شما توضیح میده که ما از اشتباهات دیگران، از تجربیات دیگران به اصطلاح نتیجه بگیریم و ما اون اشتباه رو نکنیم. باز از اون دوستی که دیروز حمایت کرده از تلویزیون مردم بابت مارچ ممنون و متشکرم. من فقط نگرانم یه وقت شما میرسی به یه جایی که اشتباه میکنی، نگاه میکنی میبینی ماه مارچ کمک نکردی، دوباره کمک میکنی. خلاصه به خودت ضرر نزن. اینم از این ماجرا. و بذارید یه چیزی دیگه بهتون نشون بدم، این مال اصفهان، جالبه. چند روزی من اینجا گذاشته بودمش ولی فرصت نمیشد، حالا براتون میخونم. این روزا والا راست و دروغه این چیزایی که ما روی اینترنت میبینیم، نمیدونم، هیچ کس هم نمیتونه بگه بله این درسته یا نه. میگه این چای اصفهانیه با سینی نقره و دون و پولکی و نبات، در سنت خواستگاری اصفهانی رسم بود. اگر برای خواستگار چای با نبات می آوردن یعنی بله، و اگر چای با قند می آوردن یعنی نه. خب این توضیح، حالا من از شما می پرسم، این که نه نباته نه قنده، این که با پولکیه یعنی چی؟ یعنی می خواهم دوتا عروس بهش بدن، دو تا از خواهرها رو بهش بدن، یکیش کم رنگتره یکیش پر رنگتره. اینه، میگه اگر نبات می آوردن یعنی بله، اگر چایی با قند می آوردن یعنی نه. میدونید که رسم بوده وقتی یکی میرفت خواستگاری به عروس خانم میگفتن که بلند شو برو چایی بیار که از نزدیکم این بره قلوه مادر داماد و مادر به اصطلاح پدر داماد و خود داماد و اینا، ببینن خدای نکرده وقتی بو نمیده از اینم ماجرای با. و اما خب این ماجرای اصفهان و چایی گفتیم، چایی یادم افتاد، ما هم چایی داریم بنوشیم، چای احمد، این چای پاکتیه. یه جوکی راجع به دراکولا و خون و اینا گفته بودن، گفته بودن دراکولا هم دیگه خون
نمیره خونه های مردم حمله کنه شب و از قبرستون بیا تو اینا، از این بسته های چای لیپتون خریده، ولی خون ولی وقتی میزنه خون میاد به جای. خب بذارید ببینم دیگه براتون چی اینجا گذاشتم. آهان، آقای امید، خواننده خوب ایرانیا. آقای امید خیلی آدم سالمیه، سرصدایی نداشته مثل این و اون. نمیدونم یکی بگه آپارتمان خریده، یکی بگه فلان فروخته، پول ما رو خورده و اینها. و من یادمه این سالهای اول مثل که از ترکیه شروع کرده بود، برای دوستاش میخونده و بعدم خواننده شده. خواننده بسیار خوب و توانایی هست. شنبه 9 مارچ، نه این شنبه دو سه روز دیگه، شنبه چند روز دیگه، 9 مارچ میاد در همین منطقه ویرجینیا که واشنگتن و ویرجینیا و مریلند اون مراکزش همشون توی 1 ساعت 45 دقیقه، نیم ساعت شما میتونی بری این ور اون ور. البته از یه طرف ویرجینیا تا اون آخرش بخوای بری 8 ساعت طول میکشه، مریلند همینجور، واشنگتن نه، واشنگتن از این ور به اون ورش نیم ساعت. و مدت ها بود صحبت میکردن که واشنگتن رو یا بدن به مریلند یا بدن به ویرجینیا، چون اصلا بلا تکلیفه، اصلا این نه استیت نه دیستریکت هست، یا نمیدونم دیستریکت منطقه، حتی سناتور نداره، نماینده مجلس داره ولی سناتور نداره. خب مارچ 9 مارچ آقای امید میاد نوروز سلبریشن، نوروز رو پیشا پیش جشن میگیره، گروه آریان یا ایریان پروڈاکشن و آقای آرمان شهبازی با برادرش بکنم این گروه رو مسئول هستن. مجللترین جشن نوروز 98 در تالار باشکوه چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا. شماره تلفنشون هست 571-242-0226. خب دیگه آدرس شنخاصی روی فیسبوک هست، من اینجا سریع میگم چری بلاسم آدرسش هست 46110 لیک سنتر پلازا استرلینگ ویرجینیا 20165. میخوام یه سوالی بکنم از فرخ. فرخ چگونه است که من چند سال الان شما رو دیگه در به اصطلاح برنامه های نوروزی و این ور اون ور نمیبینم؟ میگه از ما چه بدی دیدی که رفتی و بله. میگه مسعود امینی از امید دلخور بود که امید بخشی از ترانه مسعود امینی را تغییر داده و خوانده. اولا مسعود امینی شاعر نیست، مسعود امینی خواهر شاعره، چون تو ایرانه شعر به این میگه، این با لات بازی اینا میخونه و میفروشه و پول میگیره و اینا، یک آدم لات جلنبر چاکوکش معتاده، کسیه که وقتی دعواش میشه با یک کسی به سر خودش چاقو میزنه. این یه رسم زشتی بود توی ایران، طرف به خودش چاقو میزد که به اصطلاح به اون بگیم ببین این به من چاقو زده اونو چیز کن. مسعود امینی به حرفاش اصلا شما اعتماد نکن. این از مسعود امینی. بعد ماجرای شعر و اینها، بله یه خواننده، یک شاعر و ترانه‌سرایی هم در ایران هست، یک خانم نابینای، ایشون هم یک دفعه شکایت میکرد که شعرهای ایشون رو بعضی از خواننده ها بدون اجازه، یعنی بدون اجازه که یعنی پول بهش ندادن، چون اگه بهش پول ندادن حتما اجازه میگرفتن و این خیلی کار زشت و کار بدیه. من فکر نمیکنم آقای امید جزء اون افراد باشه، چون آدم با شخصیتیه. خب بعد از این ماجرا بریم سراغ بالش 3 نفره. گذاشتم اینجا، این رو هم بهتون نشون بدم. البته این 16 وقت داریم هنوز، چون ما ایرانی ها میذاریم اون روز آخر آخر، میگیم نکنه حالا ما بریم بلیت بخریم بابامون بمیره. این ماجرای ترامپ که هم الان آبروش رو دارن توی، البته آبروی نداره، این خوشحال میشه هرچی راجع بهش صحبت کنن، این بیشتر خوشحال میشه. میگه که اینو فکر کنم قبلا هم نشون دادم، یه شرکتی میاد امتحان میکنه برای چند نفر
آدم پولدار براتون بخونم. در سال 1990 مجله سپای یعنی جاسوس به ثروتمندترین افراد جهان چکی به مبلغ 13 سنت فرستاد تا ببیند کسی آن را نقد می کند. تنها کسانی که این چک ها را نقد کردن یکی دونالد ترامپ و دیگری قاچاقچی اسلحه بود. اینجا نوشته بلیونر کشز 13 سنت چک. آقا خانم این دونالد ترامپ بلیونر نیست، دروغ گفته. همین امروز آقای مایکل کوهن نشسته توی چیز میگه این دروغ میگه، میگه این وقتی میخواد از یه جای پول قرض کنه از بانک روسیه، بانک دوچه وله آلمان و اینها، به اونا میگه من این پولو دارم، این پولو دارم، اون پولو دارم. وقتی میخواد مالیات بده میگه من اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم. و این یک آدم شالاتانه، شالاتانی هست که کسی که از بچه هاش بیشتر با این وقت گذاشته. میدونید این بچه هاش هر کدومش ننش که طلاق داده، اینم رفته، حالا ما از پول و مقام اومدن دورش. ولی این آقا 12 سال که 10 سالش میگه من شبان روز تو دفترش و باهاش بودم و اینها، شاهد کلاشی هاش بودم. این میگه که ترامپ نژاد پرسته، ترامپ کلاهبرداره، ترامپ متقلبه، ترامپ شالاتانه. حالا من و تو ایرانی چقدر باید بدبخت، چقدر باید ذلیل، چقدر باید از دست آخونده عصبانی باشیم که آویزون بشیم به یه آدم اینجوری که خودش با آخونده است. خب اینم از این. خب خانم تنازی اگه شما هم لطف کنی اینو ورداری که من پاک نکنم خیلی خوبه. دلیلش اینه که شما چقدر اعتماد دارید به آقای مسعود امینی، حاضرید یه دوز رو با پاسبان بدی دستش؟ ماجرای امینی رو میدونی؟ سالها پیش من تو تلویزیون تلویزیون رنگارنگ آمدم بیرون به دلیلی که بدقولی کرد با آقای سالار احمدیان، رفتم با آقای مهران صدری که اونم یه اشتباه دیگه‌ای بود ولی تجربه خوبی بود، همون تلویزیونی که وقتم دادیم به آقای فرود فولادوند، 18000 دلار هم پول ما رو آقای فرود فولادوند و مهران صدری بالا کشیدن. این میگه اون میگه اون بمانه، اون موقع پول داشتیم اب نده. یه روز همین آقای فیلابی گفت یه برنامه هست، مجاهدین میخوان فیل هوا کنن. گفتیم خب اون وقتام که مجاهدین میترسیدن چون اسمشون جزء لیست تروریستا بود. گفتن که شورای ملی مقاومت میخواد برنامه بذاره، آقای منوچهر سخایی خواننده، نمیدونم آقای اون یکی سعید کیه که میگن برادرش خلبان بوده، یه وقت خلاص اینا اومده بودن و به ما گفتن بیا. و بعد یه وقت دیدم آقای مسعود امینی به من زنگ زد، مثلا امروز که سوربی جان سلام من دارم میام اینا، و آقای فیلابی به من گفته شما اونجا هستی من میام با هم بریم و اینا. گفتم باشه بیا و من میبرم دیگه، میرم واشنگتن. و فردا صبحش زنگ زد دوباره که سوربی جان من رسیدم ویرجینیا و واشنگتن و اینها، این مجاهدان وقتی میان گله‌ای میان، همه رو میزن توی هواپیما یا توی اتوبوس هج، و آمدم اینجا هستم فلان هتل. گفتم خب من شب میبینم بیا چیز و فردا میریم اون برنامه مجاهدین. گفت که صبح جان من کجا برم علف بخرم؟ گفتم والا علف توی ویرجینیا پر علفه، هر جاش بری علفه. گفت نه مسخره نکن علف حشیش. گفتم آقا من اصلا نمیدونم حشیش چیه، نمیدونم علف چیه، نمیدونم چی بهش میگن، زنگ بزن به این بیبانی معتاد اون میدونه. و نگفتیم بیبانی معتاد، اون موقع فکر کردیم آدمه، گفتم بیبانی چون هر روز میخره و میکشه و اینا، به اون زنگ بزن. بعد زنگ زد گفت خیلی ممنون برام تهیه کرد و فلان اینا، اصف میام اونجا. اصف مثلا ما ساعت 6 قرار داشتیم، دیدیم این 7 شده نیومده. من به مهران صدری گفتم من دیگه با این مصاحبه نمیکنم، من خیلی آدم بد اخلاقیم. بعد آمد و خب نشم بود و اینا، گفت ببخشید ترافیک بوده دیر شده. بعد فهمیدیم که قبلش رفته بود تلویزیون رنگارنگ بعد اومده اونجا. ما مشکلی نداریم تو 100 تا تلویزیون برو، ولی احمق وقت به من اگه میگی 6 باید 6 اینجا باشی، اگه میگی 7 باید 7 اینجا باشی. خلاصه آمد و مصاحبه انجام دادیم و ما هم قرار داریم یه جایی خونه داداشم،
قرار بود برم اونجا مهمونی، دیر رفتیم و از اینا عذرخواهی کردیم و فردا رفتیم دنبال این جنازه مسعود امینی با یکی دیگه هم که اون بدبخت تمام خرج اینو داده بود آورده بود، فکر کنم اون مجاهد بود، سوار ماشینشون کردیم و رفتیم کانونشن سنتر که یه جای بزرگیه که کانونشن این مراسم بزرگ و اینا رو که میذارن میگن کانونشن مثلا. خلاصه رفتیم اونجا و این سالن جدیده، قدیمی بود قبلا، حالا جدیده به دستگاه ها مجهز و فلان اینها، رفتیم تو دستشویی مثلا یه آبی به سر صورتون بزنیم، حالا از راه یه ساعت ترافیک بوده و اینها. این گفت که من یه دود بگیرم، گفتم آقا اینجا این چیزا صدا میده چی دود بگیری فلان اینها، گفت نه 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 من بلدم. رفت به قول معروف تو خلا، یه بیچارا آقای هادی خورسنده میگی، میگه ما از مسترا شروع کردیم سیگار کشیدن، به مسترا هم سیگار کشیدنمون تموم شد و رفت اونجا روشن کرد و همچین که این روشن کرد نمیدونم چه دود تپالهی بود بلند شد، این اسموک دکترا شروع کردن جیغ کشیدن و من به این گفتم آقا تو بی برو تو بی برو، حالا میان میگیرن اقلا من و این آقایی که چیزی نداریم وایسیم اینجا. خلاصه وایسادیم ما که داشتیم میمدیم بیرون، صدای خیلی بدی هم میده، اینا که اومدن سکیوریتی ها اینا گفتن چی شده، گفتیم نمیدونیم اینجا ایرانی دور گفتن آسونه، گفتیم نمیدونیم ما اینجا بودیم اینا جیغ زدن. گفت چیزی کشیدین؟ گفتم نه. گفت خب برید. رفتیم و برنامه هم این آقا اومد، اون موقعی بود اصلا اینو دعوت کرده بودن بچهای اهل ایران، یادتونه بچهای تخت جمشید بیاین با هم خمشید جلو صدام، خودش انداخت روی این چی بهش میگن پودیوم میگن، بعد نعشه. من دلم سوخت برای این مجاهدینی که اومده اونجا، طرف زنش آورده بچهش آورده بس اومدن وایسادن، امیدشون به یک آدم معتادی مثل مسعود امینیه، به یه مش آدم های دیگه و یه مش آدم های تازه اون موقع هنوز اینا ارگانیزیشنی داشتن، دفتر دستکی داشتن و آقای منوچهر سخایی هم اومد و خیلی ما رو تحویل گرفت و سلام علیکم من خیلی خوشم میاد از تو، با شهامت و با قدرت وایسادی. و اون آقای سعید خواننده هم آمد و خیلی بالاخره ایرانی هستن لطف دارن، ما از هر دوشون ممنونیم. ما هم رفتونیم اونجا، این شما گفتی مسعود امینی، من یادم به این خاطره افتاد و میگه خانم لیلا خانم کجا رفته بودی کاکو جون، خوش آمدی، خیلی خوشحالم که بازم اینجا هستی. آقای سوربی اینقدر هرس نخور، دنیا و سیاست فعلی به کسی مثل ترامپ نیاز داره، ببین چجوری آن مرد کوتولو خیکی کره شماری را به سر میز مذاکره نشونده. نه خانم اینجوری نگاه نکن، شما ببین اون مرد کوتوله کوچولو چگونه اینو یه بار کشونده سنگاپور، یه بار کشونده ویتنام. میگن هر داستانی دو قسمت داره، دو سمت و سو داره. شما داری از کالیفرنیا نگاه ماجرا میکنی، من دارم از اینجا نگاه میکنم. یادتون باشه هر داستانی سه قسمت داره، سه سمت و سو داره، یکیش سمت شما، یکیش سمت من، یکیش حقیقت یا واقعیت اصلی. در اصل خوشحالم که اینجا هستی، ممنونم از شما و اینو شما به خودت بگو که سالها هیچ کدام از این رئیس جمهورها به این مردکه کوتوله اهمیت نمیدادن، چون پدرش به اینا دروغ گفته بود، پدر بزرگش به اینا دروغ گفته بود و حالا یه شارلاتانی فقط برای اینکه سر و صدا ایجاد کنه، فقط این حالا امید بعدی شده جایزه نوبل. آخه بدبخت عقب افتاده، گیرم که به تام جایزه نوبل دادن، جایزه نوبل که به اوباما الکی دادن، هنوز از راه نرسیده بود جایزه نوبل بهش دادن، یکی هم نپرسید برای چه کاری. به خانم شیرین عبادی هم جایزه نوبل دادن، این جایزه نوبل هم دیگه مثل که چیز نداره، چای احمد خوش هست، لبمون خوش. میگه در تمام برنامه‌هات همش راجع به مجاهدین حرف میزنی، ای خدا خفت نکنه خانم لیلا میلانی که نه دیگه چی بگم، درباره مجاهدین حرف میزنم. چون ببین میگم دیروز من این نوارا رو پیدا کردم، یه چیزایی یادش میافتادم.
و شما بارها بهت گفتم شما دوست داری امروز درباره چی صحبت کنی. من از اول برنامه تا حالا درباره هزار تا موضوع مختلف صحبت کردم. شما همین مجاهدین فهمیدی و همین ترامپ رو فهمیدی. نکن نساز با ما بعضان باش که با خلق خدای دوستان. میگه که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. لیلا خانم آمد من میرم. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگه میخوان شکایت کنید که برنامه امروز کم بود، نبود. ما 10 دقیقه زودتر شروع کردیم، 15 دقیقه زودتر میریم، چون ساعت 4 یه قراری دارم و میخوام اینجا تا هوا تاریک نشده یه کاری رو انجام بدم. دیگه وقتی پیر میشی باید فکر سرما، فکر هوا، همه ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا سربی یه قول قراری بذاره و بتونه اون کار رو انجام بده. بس که با آنها نشست و برخاست دارید. You are wrong. اوکی. من رانگم. شما بیا نظر خودتو بگو. خانم دکتر جیلانی از فرانسه قضاوت میکنه، آقای فرزاد نیساری از آلمان قضاوت میکنه، آقای خوشنودی از کانادا، از کالیفرنیا قضاوت میکنه، آقای خورسندی از کانادا قضاوت میکنه، میگن همه میگن خانم لیلا میلانی رایت. ما که دعوا نداریم. یه دوستی داشتیم آقای جعفر معبودی کالیفرنیاست، این هم کلاسی من بوده از هنرستان. این وقتی اشتباه میکرد، اولا که رضایت نمیداد، بعد که میفهمید اشتباه کرده که نمیگفت I'm sorry، من متاسفم، معذرت میخوام. میگفت حالا ما دوستیمون رو با شما سر یه مسئله کوچیک به هم نمیزنیم. ما هم دوستیمون رو، چند سال من شما رو میشناسم، دوستیمون رو با شما سر این مسائل به هم نمیزنیم. اگه مردم ایران بخوان مجاهدین رو فراموش کنن، شما نمیذارید از یادشون بره. خدا پدر مادر که بیامرزه. اگه مجاهدین عقل و شعور داشتن باید یه پولی میدادن به من، چون من این مرده ها رو زنده کردم. خیلی ها به من میگن آقا والا بلا رضا پهلوی رو هیچ که تو ایران اصلا صحبتش هم نیست، شما هی میگی به نظر میرسی که ازش پولی گرفتی، چیکار کنم دیگه. این هم سادگی من شیرازیه. در هر صورت به نظر شما مسئله روز ایران چیه؟ الان راجع به ظریف گفتیم، قبول نشد گفتیم، چرا بشار اسد میره اونجا گفتیم، دیکتاتورا هم دیگر دوست دارن. به نظر شما چه باید گفت، چه باید کرد؟ گفتنی ها کم نیست لیلا خانم، من و تو کم گفتیم، من که اندازه تو هم دارم میگم. خدایا من از دست این لیلا نجات بده. مجاهدین را نباید فراموش کرد. ببینید خانم تننازی کجا هستی؟ پاریس هستی؟ میگه مجاهدین را نباید فراموش کرد، باید هشدار داد، آنها خطرناکند. بفرمو همه با شما هم عقیده نیستن. این 7 نفری که میبینی اینجا وایسادن، اینا با من هم عقیده هستن. مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. و جمعه با شما خواهیم بود. نمیدونم والا که آقای امیر حسین لادن با ما هستن یا نیستن، و بارها گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید یک بار دیگه تشکر میکنم. اگر برنامه ما رو با دوستانتون شیر کنید بیشتر تشکر میکنم. این مال فیسبوک رو شیر نکنید، سب کنید. یوتیوب رو که میذارم اون 2 ساعت کامله اون رو شیر کنید، چون امروز 2-3 بار قطع شد. بریم سراغ ویدیویی که آقای شهرام ایران بومی از آلمان فرستادن. فقط یه دقیقه طول میکشه تا این برنامه زنده بره روی اون به اصطلاح برنامه هایی که اینجا بهش میگن ریران، ما ایرانی ها بهش میگیم بازپخش. بعضی ها میگفتن تکراری، بعضی ها میگفتن آقا چرا ما باید بشینیم برنامه تکراری گوش کنیم. میگفتن آقا برای شما تکراری نیست، برای اونی که درستش کرده تکراریه، ولی بازپخش بهترینه. روز روزگار بر شما خوش. خیلی ممنون. میگه good for you, take care Mr. Sorby, you should take care of yourself too, be happy, be safe and take it easy. خدافظ.